به نام خداوند یکتا و مهربان، بیننده ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24، سلام های گرم و پر از مهر و محبت ما تقدیم یک و یک شما سروران گرامی بود. امیدوارستم که روزهای عید سعید فطر به خوشی و خوبی و صحتمندی سپری کرده باشین، که یقینا چنین شده. و بازم امیدوارستم که روزهای آینده هم هر روزتان عید باشه و هر شبتان برات باشه و دنیایتان دنیای پر از شادی و صحتمندی و خوشحالی باشه. خب بیننده گرامی، ما خوشحال هستیم که بار دیگر در برنامه یادها و خاطره ها مهمان خانه های شما هستیم و امروز هم مهمان گرامی داریم. شما عکسشان برای پرده تلویزیون میبینین، یکی از پیش کسبتان ورزش فوتبال کشور و ورزشکار، ورزش دوست و خدمتگار ورزش آقای علی جواد حتایی هستند که دقایق بعد ما صحبتهای خود با اونا شروع میکنیم. فکر میکنم یک دروازهی که به طرف دستراس آقای جوادی دروازه باز است، اگه دروازه هم بسته شود خو معقول تر میشه، کم دیگام بیشتر. پس ما فقط چون بعض موقع بینگرامی در سیستم که ما هستیم مستقیم داخل سیستم میشیم و از روی پرده ما برای دوستان میگیم که مثلا فریم درست است یا نیست. خب ما چون برنامه خودمانی است، برنامه یادها و خاطره های گذشته است، با او خاطر اما کاری ما با دوستان در همین روی پرده تلویزیون است که خوب است که دوستان فهمند ما در خفا چیزی نداریم، هر چی داریم در روی پرده تلویزیون داریم، هر گفتنی که داریم با شما در همینجا داریم. خب بیشتر از این من شما را منتظر نمیمانم، میریم یاد میکنیم از گذشته ها، یاد میکنیم از ورزش کشور، از گذشته ورزش، از حال ورزش و صحبت ها رو ادامه میدیم. ما آقای عطایی بلای با خود داریم. آقای عطایی برای شما سلام تقدیم میکنم. بله صدای من رو میشنوین؟ شما فریز شدین آقای عطایی؟ بله؟ خب تا فعلا تا پیشتر خود درست بودن چی؟ نمیفهم که جان افا میخوایم شما که درست شده باشد؟ بله درست شده. سلام تقدیم میکنم، عید شما مبارک باشه. السلام علیکم نصیر جان، خیلی خوشحال هستم که امروز با شما هستم. ما هم سلام های خدا خدمت شما، خدمت همکاران عزیزتان، خدمت تماما هموطنان عزیز ما، چی در داخل کشور هستند چی در خارج کشور هستند، همچنان هیده از طریق تلویزیون پربیننده جوانی شما و تمام هموطنان عزیز ما تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوار هستم که روزای هیده با خوشی های تمام در کنار فامیل و دوستانشون سپری کرد. سلامت باشین. امین لحظه آقای عطایی که شما را دوستا برای پرده تلویزیون میبینن، یک تا دوستایی که با شما ارتباط دارن، فکر میکنم که صدای چی شما بلند است، اگر اتفونت با گوشتن بگذارین که من پس دوباره صدای خود نشنوم، ببخشیم. خواهش میکنم. بله آل درست شد. میشه این صدای منه؟ بلی میشه این آقای تا این صدای منه؟ خیلیم که نمیشه این صدای منه؟ خب پس همو گوشکه تنه بکشین، مجبور با همون چیزا درست میکنیم. جاوت هایی سه با گوشه که هایتانم که پس دست کنین چی میشه و پس شما فریز شدین که مشکل اینترنت از گمانیم و در حال که باید نباید اقا مشکل اینترنت باشه.
خب ما بینندگانی تا که پس دوباره سیستم اینترنت آقای عطایی درست شوند، علی جواد عطایی یکی از ورزشکاران بسیار خوب و نامور وطن ما هستند. ایشان ورزش فوتبال عضو تیم ملی فوتبال بودند از سال 1360 تا 1367 عضویت تیم ملی فوتبال داشتن. می دوریست که بهترین فوتبالرای ما شما هم بودن، البته یک دوره پیشتر فوتبالرای بودن که ما قبلا صحبت کردیم. بعد از این باز اینا آمدن در ریاست عمومی تربیت بدنی و آمر منابع بشری بودن و در فدراسیون فوتبال افغانستان کمک مربی بودن در سالهای 2010 تا 2013 و سه سال اخیر هم آمر منابع بشری فدراسیون فوتبال بودن و سرمربی تیم فوتبال بانوان افغانستان که واقعا خدمات شایان را انجام دادن که ما امیدوار هستیم که این برنامه ما برنامه بسیار خوب باشه. خب جناب عطایی صف بین شروع میکنیم از روزهای اولی که مثلا شما ورزش شروع کردین، از کجا شروع کردین، چه انگیزه باعث شد که شما از تمامی ورزش ها فوتبال انتخاب کنین؟ از اینجا شروع میکنیم، بعدا انشاءالله باز دوام میتیم که در این مسیری که شما بودین چی چهره های دیگه فوتبال حضور داشتن، چی چشم دید های داشتین، خاطره ها و اینا را و دنبالش شروع میکنیم. مهربانی کنین. بسیار تشکر آقای خالد. معمولا همه ورزشکارا و خصوص ورزش فوتبال، فوتبال ما همراه بچه های محل دمو کوچه و پس کوچه که زندگی بکردیم و اونجا آغاز کردیم. ما یک خاطره بسیار خوب هم دارم و یک خاطره بسیار خراب هم از آغاز فوتبال ما. دمی منطقه که ما زندگی بکردیم منطقه به نام دیوری یاد میشد، از این محبت منطقه چاردی کابل بود. دمی کوچه که ما امروی بچه های محل فوتبال میکردیم، وزیر معرف امو دوره آقای یاسین عظیم، اونا هم در اونجا سکونت داشتن. یک روز تصادفاً امروی بچه ها فوتبال میکردیم که موتر وزیر صاحب آمد، ما خود گوشه کردیم. تصادفاً امی یک توپک پلاستیکی داشتیم، این زیر تیر موتر وزیر صاحب شد. خو یک 5 متر پیش نرفته بود که موتر استاد کرد، ما ترسیدیم، همه خود گوشه کردیم. دیدم که دلیورش پایین شد و به این رو بچه ها که وزیر صاحب کار داره شما راستی پیش نفتیم به بسیار یک لطف و شفقت گفت که توپ شما را دلیور هم از تایل موتر کرده تاوانش را بگیر بزی. گفت به تیو بچه تاوان توپ از اینا را من خود صاحب پیسه ندارم. باز وزیر صاحب خودش یک بکسک جیبی داشت، بکسک خود کشید، یک صدفانی گیره برای ما داد. گفت باز من از ماش چی بگردم، دلیورم بگردم شما را بگیرین، یک توپ دیگر بخرید که سادتان تیر شده و کوشش کنید که در پولی ازی که شما اینجا تو بازی میکنید در درس و تعلیم تان هم رسیدگی کنید. من بیفهم که کلتون متعلمین مکتب هستیم، با در اومد از صنف 3 و 4 مکتب بودیم دیگه. ای هیچ یاد من نمیدن ورزش فوتبال. من از ایام طفولیت خیلی علاقه داشتم به ورزش فوتبال، چون خانه ما در موقعیت قرار داشت که میدانای پوانتون کابل نزدیک خانه ما بود. اکثرا می رفتیم اونجا، تیم های بسیار خوب دیگه تمرین میکردن که تیم باختر وقت بود و تیم میمن در اونجا تمرین میکرد، تیم آمو که رسول جان کوهستانی در اون تیم بازی میکرد. یعنی تیم هایی بودن که واقعا از بازیکن های خوب برخوردار بودن. باز آهسته آهسته ما از اون کوچه آمدیم به طرف میدان های ورزشی. یک مدت را در تیم با کودکان باختر من بازی کردم، وقت کم بود ممکن اگر سه ماه. بعد از او یکی دو نفر از رفیق های ما که هم همسنفی های ما بودن هم رفیق های صمیمی بودن اینا در تیم میمن بازی میکردن، مرا جذب کردن همونجا و رفتم سر در تیم کودکان میمن. تقریبا یک دو سال سه سال همراه زمین ها فوتبال میکردن، چون همون محل برای ما نزدیک بود، رسیدگی میتونستیم و بسیار به یک شوق علاقه خاص می رفتیم در وادر. شاید شما به خاطر داشته باشیم که لباس ورزشی خیلی کم بود، مخصوصا لباس فوتبال در سرای چندور یک شنگاه پیدا می شد. سای بزرگ هم کسایی که در وضع فسادشان خوب بود همونا می گرفتن. ما به می کلمه چو
پسان پسان آهسته آهسته از میشینکاکای که در اون زمان مروج بود استفاده میکردیم. دیگر آهسته آهسته باز از این میدان های پوانتون برآمدیم و من در سال 1357 که متعلم صنف ده لیسه عالی ادبیات بودم، در اون سال آقای انس وفادار یادشان بخیر امین جستن قربانشون، در سال 1357 اینا یک انتخابات تیم مورد را اندازی کردن، مسابقه را دایر کردن در لیسه عمومی که از تمام مکاتب تیم منتخب اینا انتخاب کردن و راستی بازیکن های خیلی مستعد و بازیکن های که اکثریت چون عضویت تیم های کابل بی و کابل حلف داشتن که از این جمله همه بیتانم از هم سنفی های خود که آقای ممتاز بختیاری بود، ببرک جان بود، محمد الله بود، اینا کسایی بودن که ما در لیسه عربی هم دوره بودیم. اینا بازیکن های مثلا محمد الله جان در تیم اتفاق بازی میکرد، ممتاز جان و ببرک جان در تیم اندوکش بازی میکردن، از جمله بوده های اساسی تیم خود بودن. دیگه همون سال استاد یونس تصمیم بمی شد به هیچ بازیکن حق نداره که بجز از تیم مارب در کلاب های خود بازی بکنن، حتی بسیاری شد که همون یک قطع کارت را که برای ما داده بودن که به خاطر سخت نشدن در اسکلی گفتن کارت های تانه میگیریم یا ایست که بیاییم در تیم مارب خود بار خواهم بوره تمام شد منطقه من چی بویم چون پدر من کمی دسترسی داشت با مقامات و بابای وزارت مارب، من نرفتم، من در تیم خود بازی کردم در تیم در افغانستان با همراه آقای یاسین‌جان سردری که یکی از چهره های نخبه فوتبال زمان خود بودن و واقعا ما چیزهای زیاد از اونها گفتیم، خیلی بهشان احترام دارم، در هر جایی گفتیم و میگم واقعا یاسین‌جان بازیکن بود که خودش برنامه ریزی که بازیکن مستعد بود در قسمت بازیکنهای تیم خود که همی اعضای تیم بام بودیم خیلی توجه میکرد، بسیاری وقت تمرینات تیم ملی را مثل میکرد و میامدن رای ما چون سر مسابقه بود میامدن رای تیم بانک هم رای ما تمرین میکرد که ممکن بازی خوب شده و بعضی گپایی که باید ما انجام میدادیم او را میامدن ما خود بریم سنف ده مکتب دیگه قدر فکر کنم تجربه کافی هم نداشتیم و ما افتخار میکردم واقعا که در اون زمان من همراه یک فوتبالر نامی فوتبال میکنم و بدبختانه مدت 3 سال را که من در تیم بانک بودم 2 سال ما در فاینال بازی کردیم که خیلی خاطرهای خوش دارم بود. سال اول همراه اینمی تیم منتخب معرف که همه بازیکنهای مستعد دو بودن ما فاینال بازی کردیم، مسابقه را باختیم برای تیم معرف، معرف قهرمان شد و ما باید قهرمان شدیم و سال 59 همچنان همراه تیم پوانتون که در افغانستان بانک فاینال بازی کردیم او باز یک جنجال پیدا شد که مسابقه تا تفریر هم مساوی بعد از یک گل رده بدل شده باز گل قبول نشده بالاخره یک جار دنگاه خم شد مسابقه همان بر روز بعدی قسم بر روز بعدی مان که تیم در افغانستان بانک یک گل پیش باید مسابقه بکنن و تیم پوانتون هم بازیکن های خیلی خوب داشتن، اکثریت هم بازیکن های تیم جوان ها تیم ملی بودن، دیگر به همین حساب ما اون مسابقه را واگذار کردیم به تیم پوانتون، قهرمان شدیم، ما قهرمان شدیم. دیگر فقط دینمی عمر فوتبال ما که باز تحقیب کردیم آمدیم به تیم ملی و باز مسئله به این که باز روان صحبت میکنیم. یه استاد صاحب باز اون مسئله میب دو مسئله شما گفتین از دیبوری و خدا مغفرت کنه وزیر صاحب یاد کردین خانه از اونا فکر میکنم که در اسگاه اخیر پانتون سرک دوم بود اگه من اشتباه نکرده باشم. نه یاسین خان عظیم روبروی کوچه فرید جان مولوی بودن، اونا در او کوچه بودن، یاسین خان عظیم در این کوچه بود. این در ازگاه اخیر پانتون بود نه؟ نه فقط این ازگاه دیبوری میگفتن شهید دیبوری سر آه بله بله دیبوری خواه این قسمت بله نمی قسمت شهید دیبوری بودن شهید دیبوری که طرف سرای غزنی که میرفتیم امو شهید میگیم سرای غزنی که پیش من دیبوری سر آه بله این امو شهید مقابل دروازه خدا غریق رحمت کنه در گروال سیب عبدالستار خان نام داشت بچایشان جلیل جان و خلیل جان که جلیل جان حال در امریکاست و جمیل جان خبر ندارم. خب یکی دیگه شما گفتین محمد الله جان از شما که در مکتب پیش نبود؟
محمد الله جان میگه اگه صدای من رو بشنه اونو یک ذره به قسمت درس چیز تعلیم کن چی بودن کن بودن مثلا تنفیقی های چون محمد الله هم دوره ما بود بلکن ما باید در 56 کتی ما یک جای فارغ میشد کامو تو مون دیگه تا شما را گیر کرد. تو اون رو گفت. ما در سال 59 کار کردیم. نگاه میگفتیم بشه که محمد رضا جان قرار دو نیست. و یکی اولی جان برادر کرده پرنس جمهور آه شاولی اونا هم هم دوری ما بود و هم چی بود؟ کمک دیر خان تا با شما رسید ولی جان بله برای از این کمی دوره ما که بود محمد راجان بود، امان جان کارگر بود، دینامه جان صافی بود، منیر جان بود، همین دوره بودیم که از عبیبی یک دوره بودیم، باز یک تعداد یک نفر بود در صنف هفت سنفی ما آلیکیات کرده، این رو هم همین لحظه یادم آمد وقتی که معلم جغرافیا آمد در صنف ما سنزی که سعی کرد خندش گرفت گفت چرا خنده کردی با صنف نو بودیم گفت ما و تو در صنف شش هم صنفی بودیم تو نو صنف نو شدیم نامش همین لحظه از یاد رفته اگر دوستای ما یادشان باشه چی میکن تا من بگرند صدای خود پس دوباره میشنوم عطایی عزیز خب یک کمی اگر خب بینده گرامی شما برنامه ما را با محترم جواد حتایی میشنوین یک تن از پیش کسوتان ورزش کشور یک تن از کسایی که مدت 8 سال در تیم ملی فوتبال کشور اینا ورزش کردن و کارهای دیگه هم کردن که واقعا افتخارات ورزش کشور ما هستن داود جان جلالی استاد داود جلالی در مورد محمد الله جان نشته کرده خوب پخته درس خوانده کانکریتی اما واقعا جالب بود خب عطایی صاحب شما آمدین به تیم ملی فوتبال کشور و داود دوره فکر کنم که شما آی کارگر و اینا هم دیگه بودن آی صافی و کارگر و محمد راجان و چون یک قسمت دوستایی که بودن اونا خوب از شما کده پیشتر بودن مثل صابر جان روپرور و آمد شا جان و اما علی اسکر جان فکر میکنم که با شما با او دوره پیشتر و با شما هم دوره بوده باشن اینا از اون چهرهایی که بودن با شما از اون چهره های یک یاد کنه که کدام ورزشکارا شما در تیم در کیب تیم ملی با شما یک جا بودن تشکر در تیم ملی صابر جان رو پرور خوب هم دوره استاد بزرگوار صادق الله خان و رحمت الله خان و مولایی صاحب و اسماعیل جان فرید و خیلی بازیکنهای خوب بودن اونا که بسیار باز ما کده خیلی پیشتر بودن و آقای علی اسکر لعلی هم اینا هم از ما کده پیشتر بودن من در سال 1360 یا 1960 او را یک خاطره بسیار جالب دارم که 3 ساله را که من در تیم در افغانستان بانک بازی کردم رئیس در افغانستان بانک او در تیم بانک دو تیم داشت خود در افغانستان بانک یکی تیم والیبال بود یکی تیم فوتبال بود راستی تیم والیبالشان بازیکنهای بسیار خوب داشتن دیگر تیم فوتبال که در رأس یاسین جان صفدری بود شاهمامو جان بیانی بود که چند وقت پیشتر شما اونلاشون مصاحبه داشتن گلکیپر تیم او بود واقعا یکی از گلکیپرهای بسیار تاپ کشور بودن مونتا باز دمو زمان و زمین رئیس به در افغانستان بانک اونا گفتن که بازیکنای تیمای ورزشی ما باید کسایی باشه که به هر حال کارمند بانک باشن چون ما اکثرا متعلم و محصول بودیم من خودم متعلم هستم شد در بودم دیگه همین تیم معظم پاشیدی باز یاسین جان و سردری یادش بخیر خودش در تیم منتخب پوانتون رفت باز مرا دست ما گرفته پیش زمان جان عثمان و زمان جان عثمان که شما بشناسید که یکی از چهره های تاپ و کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان بودن کوچکی ما بود در شاه شهید بله سر بله دیگه من افتخار همبازی را همراه از اونام داشتم و اونا هم به پیشانی گشاده قبول کردن
زمانی که مسابقه شروع شد اولین بازی من با تیم پامیر بدون از اینکه انتخابات بیدن باشه خب مسابقه قهرمان شد. یک وقت اگر شما به خاطر داشته باشید تیم پامیر تیم قهرمان 12 ساله بود، یعنی بازیکنهای خیلی خوب داشت از نظر قدرت بدنی. خدا مغفرت کنه میسا خان، یک ترینر بود که واقعا یک شخصیت خوب بود. بلکل افتخار تیم پامیر است کمایی کردیم. و باز همون سال وقتی که مسابقه خلاص شد مدت یک هفته زمان جان مره بله ببخشید که زنگ آمد. باز یک هفته بعد آقای خالد وقتی که تمرین ها رو شروع کردیم بود رئیس کلاب ما استاد یار محمد خان بود، شاید شما نامش رو شنیده باشیم. بله بله دیگه باز یکی از این کارمندای المپیک زرمیجان که هم در تیم ملی هم روی ما بود جور باشن خوب باشن، باز اینا یک پاکت آورد برای زمان جان داد. دیگه ما بدون از اینکه بفهمیم که پاکت چیست پاکت در وقت ما رو تمرین وقتی که ختم شد لعی ما استاد کرد یار محمد خان هم آمدن استاد شدن. باز زمان جان گفت که بسیار جای افتخار است که ترینر تیم ملی که یکی از ترینرهای بسیار خوب او دوره بود تا آقای گنادی از کشور شوروی سابق بود، یک دو بازیکن ما رو دعوت کردن بدون انتخاب بود در تیم ملی. دیگه اصلا فکر ما نمیگشت، به خود ما متعلم بودم و تو بازیکن های در وقت بود که اصلا ما تا به چی هم نمیکردم، جرات هم نمیکردم در قطار از این ما فوتبال بکنم تحمیل بکنم. دیدم که زمان جان گفت که یکی علی جواد است و یک بچه است سلیم، با هم شاید از کوچکی شما سلیم شوروی میگفته میشم. بله بله همین ما دو نفر دعوت کرده بود. خب چی شده تشکری کرده میتونیم زنده باشیم لطف کرده همین چی رو من گفتم خوی تمرین ها چی وقت سلیم جان مکتوب بریم در تمرین رو بیادر یه هر سال اینما تو دعوت میکنم روز جمیل یک در روز پانده روز یک ما سر تمرین میکنم جواب میده بسیار بد است. خب من گفتم میده هم کلاس ما نمیدیم هیچ تا بالاخره سه در تمرین نرفتیم و یک افتاده نشده بود که باز یک نفر آمد که بگید ترینر میده چرا یا نمه این در تمرین دیگه زمان جانی بوده مناسباتش هم رایی که رئیس المپیک حسنی سایی بود و رئیس تربیت بدنی حسنی سایی بود و رئیس المپیک اینجی نصر نصیر بودن با اینجی نصر یک کشیدگی داشتن تیم ملی را رها کرده بودن. من را گفت که بچه چرا نمیدی؟ من گفتم آرام سلیم جان میگه که نتو دقیقه بسی که میریم که گوش کنی که یپانی برو بچه ده و اگه میری ها نمیره تو برو صد فیست خب آمد یک سیم در تمرین ها میدان استیدیو من او داده بیدم تمرین ها در کلوب عسکری بود. خب اونجا رفتیم و سب آساس ها تمرین هاش برو شد بگرده اون زمان مانجان کارگرم همراه ما بود استاد کبیرالله یادش بخیر فعلا در افریکاس یکی از استادهای بسیار ورنده بخش فارمسی که کتاب خان رشته کردن اونا هم دوره ما بودن. نور محمد مختار که عضو تیم پوانتون بودن اونا هم رای ما بودن. دیگر میرویس خان یکی از سای منصبای کلوب سپورتی اردو اونا هم رای ما بودن. دیگر بازیکنهایی که هم دوره ما بودن خب بخلال من بخاطر ندارم. دیگه آقای صافی، محمد صافی امروی ما در تیم بانک یک جایی بودن. اون زمانی که ما در تیم ملی انتخاب شدیم فکر کنم که صافی صاحب دیار هجرت گرفته بود و نبودن در کابل. بله خب من یک عکس نشون یک عکس برای شما نشون میتونم اچی که عکس کوالیتیش بر من روان کردین شما بسیار خرد است تا پرده تلویزیون هم شاید بسیار خرد معلوم شوه ولی به هر حال من دوست دارم که اگر شما بتونین این عکس معرفی کنین شما به این عکس خوب نگاه کنین. میشنم این صدا این عکس میتونی معرفی کنیم برای ما عکس برای ما معلوم نمیشه. خب این حالا عکس بسیار خرد است از اون خاطر ما هم نفهمیدم ولی معلوم میشه که از یا از تیم بانک است یا لباس های سفید دارین و آها بسیار خرد است که کتی های نک ما هم نمیشه
ممکن تی عینک نمیبینم. به هر حال سه چهار قطعه عکس که اصلا که اینا عکس هایی که خورد است. لباس های سفید، بله من این لباس های سفید دیدم از طریق چیرگر معلوم شد و به این تلفونی که من برای شما صحبت میکنم در این نبودن. همین لحظه در تلفون دیگه من دیدم، بله عکس کاملا صحیح معلوم میشد. خب کی هستن این عکس معرفی کنین؟ او تیم سارندوی است، تیم منتخب سارندوی است که از اون جمله شما فکر کنم یک سعید اصغر آقا را که شما معرفت دارین و از جمله دفاعی تیم ما بود، حکیم جان بود که فعلا دارن زندگی میکنن، یکی از بازیکنهای بسیار مستعد کشور بودن. دیگه عبدالامد جان یکی از بازیکنهای ما که از برادرهای اهل تشیع بودن، اونا هم فعلا فکر کنم در کابل هستن. دیگه اکثریت یعنی بازیکن ها یا قدر برای من چی معلوم نمیشد در اینجا که شما چی کردین تصویر نشان دادین، از یک تلفن دیگه دیدیم و بازو جام قطع شد. دیگه منطقه تیم سارندوی است، او تیم سارندوی است که شما اکثر بیشتر تصویرش نشان دادین، تیم منتخب سارندوی است که من از کلی دوری اول دوم خدا دمی اکادمی سارندوی در تیم پلیس سپری کردیم. بسیار میبخشین که بعضی دوستا زنگ میزنن برنامه رو میبین، ولی برحال خب بیاین من یک عکس دیگه که احتمالا کلانتر باشه یک عکس چی میکنم برای ما میگذارم که این عکس کلان هست، این رو میتونین ببینین و چی کنین. در مورد از این عکس بگوین عطایی صاحب. بله این علی اصغر رو شناختم. ای عکس اسد اسد هم از بخیلم نیست. ای عکس از طرف چپ براتون معرفی بکنم، شاه محمد جان پرویز گلکیپر تیم ما بود که فعلا در مسکو زندگی میکنن. پالوش من خودم هستم، پایین تر از من آقای رسول کوهستانی است، بالای رئیس رسول جان کوهستانی کبیر جان است، استاد کبیر لاس، پالوش سید اصغر آغاز، پالوش شاپور جان کوهستانی برادر رسول کوهستانی است. خب سفری بود که ما در تاشکند در اتاق یک زمی رمبازی های خود گرفته بودیم. بسیار خوب، یعنی سفرهای هم رفتید، پر خاطراترین سفرتان بگوین. بسیار تشکر. خوب بود خوب در او باده خاطرات زیاد داشتیم. شاید با شما معلوم باشه که در او زمان وقتی که یک تیم اکثرا معمولا سفرها به کشورهای سوسیالیستی بود، زیادتر به اتحاد شوروی و ایالت‌های مختلفش دیگه، در او باده اکثرا بازیکن ها اقتصاد ضعیف داشتن در هر رشته که بودن، چی فوتبال و نیبال و بسکتبال. از این جمعه یک مقدار مال برای فروختن می بودیم سر بوده و هم پول از او بازو نمو انرژی ساجر بود و پتن لکا آه سر بیه نمی چیز آوریم دیگه. من خاطره بسیار جالب دارم، آقای نصیر از دوست بسیار عزیزم آقای میای کارگر کم سفر ما بود، من بسیار معذرت می خواهیم که فراموش هم شد که نامزو رو بگیرم. میای جان کارگر خوی یکی از تاپترین بازیکنهای عصر زمان خود بودن. اینا یک بالاپوش چرمی زنانه را خریده بودن کجابه و فکر کنم که خوب فروخته می شد دو جا و یک پول صحیح بعد اسمی آمد اونجا که رفتیم امی چیل اجازه نمی داد، می گفت لباس زنانه اجازه نیست. خب میاجان دفت نمی گفت چیزی در فکر از این گشت سر این بالاپوش خودش پوشید و زیرای دامن از این قاد کرد سرش شیره پوشید. یک وقت سر که پیش همی تلاشتی پولیس میریم سر که تاکین بکس خدا بالا کنه که دامن خطا خود در زیر سر پولیس هایی که خانم ها گفت خنده کنن که یکی بسیار خاطره جالب بود. یکی اولین سفر ما بود سر که در بود آقای شیرین را شما شاید نامش را شنیده باشن، خدا مغفرتشان کنن، شیرین جبارخیل، اونا معاون ترینر بودن رفتن امروی مصفت. شیرین جان خدا مغفرتش کنه بسیار یک اندام خشک لاغر داشت. باز دو بازه سیب دیگه امی پیران جوزف یا اگذر بازارش خوب بوده شوروی، ای سه چهار دانه پیران جوزف سر واسر پوشیده بود، دو سه دانه پتنه که بای سر واسر پوشیده بود.
وقتی که پیش متلاشی داد تاشکند پیش دوازی پولیس که سنادی سعی کردی کله از یک خوطنه که ایجوان از یک برده یک تو چی رفت هم بیست کجا آمدی توی چی ببرد یک خیلی در اتاق فاقصه در اتاق میبرم یک پیران هم داری کسی که دیرش نگه پیران میبرم ایت مریاد رو نمیرم خداوند مغفرتش کنم واقعا از جمله فوتبالر بسیار کامل استاد ما یونس جان بودن کنار در قسمتشان خوب معلومات کافی دارن ایرزان که به تورنتو هستن و گاهگاهی که هوا و فضا خوب بود و کرونا نبود در مجلس های دادی های ورزشی اونا رو می دیدیم موسیقی هم می کنن باز عبدالله جان منگل یک رازشان هم فاش ساخت که برادر عاشق هم بودن اینان خدا هم کوچه جنجال برش خلق کت نکت ما نمی فهم بوده که دیگه شما غیر از فوتبال به کدام ورزش دیگه هم علاقه داشتین بازی کردین امتحان کردین بختتان نکردین من نصیر جان در دوره مکتب رو معمولا اگر متوجه شده باشین همین بازیکنهای فوتبال یک ذره دسترسی به والیبال هم میداشتم نه ببرک جان که همسنفی ما بود ما باز در ساعتهای تفریح خود چون وقتش کم بود فوتبال بازی نمیشد باز می آمدیم اینجا از چهار نفر پنج پنج نفر یعنی لیسه رو بیا و دیوار میکنیم و در پولی ازی من یک کمی دسترسی به ورزش پینگ پانگ هم داشتم بسیار علاقه داشتم به پینگ پانگ در خانه هم یک میز داشتیم دیگه به بازی سخت علاقه داشتم که بازی خوب و بازی هم میکردم یعنی ورزش هایی بود که خوب ورزش کار در او آدم معمولا مثلا ما که در تیمی ملی بودیم ترینر ما آقای گنادی که از ترینرهایی بود که زیادتر توجهشون سر قدرت بدنی بود سر فیزیک شما خود متوجه هستین اکثر دوستای ما که فوتبال کردن میفهمن که شوروی سابق ورزشکارایش حرف حوال میزدن در فیزیک در قدرت بدنی دیگه اینو هم سر ما زیاد در قدرت بدنی چی میکردن مثلا در کلاب پولوانی میبردن ساعتها سر ما پولوانی میکردن در دندانه ها سر تا شد بالا شد تا شد بالا شد گرچه حالا که فکر میکنیم این چیزها غیر معیاری بوده یکان وقت من همراه دوستا و ما هم در راه میگم ما شما که زندان هستیم بسیار کلان گپ است مثلا حالا فعلا ما که درسش خواندیم لسانس ها گرفتیم مثلا از لسانس دی شروع کردیم آخرین مدرکش لسانس مربیگری است لسانس ایران گرفتیم وقتی که مطالعه کردیم دیدیم که واقعا فوتبال یک مکتب است فوتبال یعنی من که پیش خودت رو ارزیابی کردم شما باور کنید نصیر جان که پیش من یعنی خیلی مشکل بود آنقدر نقاط خرد ریزه داره آنقدر نقاط خرد ریزه داره فوتبال که اگه آدم واقعا بخواد که استپ با استپ تعقیب بکنه بسیار مشکل است امروز این مربیای جهانی که تیمای کلان رو رهبری میکنن اینا دیگه پروفشنال های هستن که ذره ذره در قسمت فوتبال معلومات دارن ابتکارات دارن مثلا ما همین دوست ما آقای علی اسکر لعلی که اینا لسانس اروپایی دارن لسانس اروپایی دارن اینا خیلی چیزا را از ما یاد گرفتیم واقعا یک ترینر آقای کلاوس یک وقت سیمینار را در کابل دایر کردن و باز ما به ارتباط یک سفر به تاجیکستان داشتیم مربیا بسیار چیزای خوب آموختیم یعنی تا زمانی که ما لسانس نگرفته بودیم نمیفهمیدیم که فوتبال یعنی چی وقتی که لسانس گرفتیم و درس خواندیم فهمیدیم که نه فوتبال یک بحر است واقعا فوتبال ورزش است که به اونم که محبوبیت داره به اونم مشکلات و سختی های خودم داره است دقیقا هر رشته ورزش که آدم پسندش کنه سختی های خود داره در هر کاره اما همی که شما گفتین در رابطه فوتبال همین ویژگی های فوتبال است که خود فوتبال باید یک ورزش مستقل در سطح جهان عرض اندام کرده و دیگه ورزش ها در ترکیب اولمپیا خب عطای عزیز فعلا کجا زندگی دارید؟ کجا هستین؟ ما خو نصیر جان تقریبا مدت 6 ماه میشه که به شهر استانبول کشور ترکیه زندگی میکنم همراه فامیل بله همین دستون شوقی یا جبری والا نه ما خب امروز هر کسی که مهاجر از هر وطن دار ما شما در هر نقطه دنیا که مهاجر هستن
روی مجبوریت است. ما اگر بفهمیم که اینمون دوست کشور ما آرام بشه، ولی اگر کسی بشینه کلا گلا هم همی بمی داره که بره. ولی مجبوری ما یکانه چیزی که عامل آمدن ما شد، مثلا ویروس کرونا دامنگیر کل جهان شد، در کل جهان یک فاجعه رخ داد. من تأثیر ما به این بود که خانم من همراه دختره که به ویروس دچار شدن رو در خانه ما دیگه هیچ کس هم نداشتیم. باور بکنید در هر شب خانه‌ای که می‌رفتیم، چون نو بود، نمی‌فهمیدیم که باید در خانه تداوی شده، از خانه بیرون برآمدن نمیشه، ما چی باید بکنیم. وقتی که در هر شب خانه‌ای که مراجعه می‌کردیم، یک برخورد امروی ما صورت می‌گیره، مخصوصا که در خود من که تیله می‌کردم، نمی‌گفتم بابا من مهاجر نیستم، من زمین خاک هستم، از زمین وطن هستم، من پول می‌تونم، من خوشی نیست، نمی‌گفت چی کو برای شب خانه. خب بالاخره سه بسیار می چندین دفعه می‌تکرار در شب خانه‌ای که رفتیم، همه چی شده، بالاخره گفتم نه. این کشور است که در غیر از اینکه مثلا این مسئله است، این مسئله نامنیار شما بیدین که دمیشه روز چی ها روز است. و بدبختانه که من دختره که من که محصل سال اول که به دندان بود، او از درس و تحصیل یک سال عوض من، بچگه که من بود یک سال از درس و تحصیل عوض من دیگه، من خواست به خاطر یعنی دختره که من بچگه که من وضع امنیتی مجبور شدیم کشور را ترک گفتیم و فعلا امیدوار هستیم که در اونجا به شما خوش بگذره و بالاخره به جایی که تصمیم دارین، به جایی که قسمت باشده باشه اونجا برسین. واقعا در داور است، در شرایطی که ما فکر میکردیم که کشور به طرف آرامش میره و به طرف آرامی میره و صلح و ترقی میره، در پایان کار دیدیم که از مبتدایی که بود از اون هم حالت ما بدتر شد. در حالی که چی روزهای خوبی را ما گذشتاندیم در چند سال گذشته و انتظاری این روزها نبود. خب شما در سال 2010 تا 2013 من فکر میکنم که در فدراسیون فوتبال بودیم و ما و شما در همون فدراسیون هم گمانم چند بار دیدیم، چون من اینی یک عکس میمانم، اینی عکس برای شما میمانم که شما رفتین، من کمبخت بدبخت بیچاره مسافر بچه را کلتان رفتین، من را در اینجا تنها ماندین که درد هزی همهش بیاد من. اینی عکس که ببینین، این از اینجا شما کلتان رفتین و من را تنها در اون پیش دفترتان ماندین. اینال ببینین این عکس شده برای درست بلکل این همی روزه بود که در ریاست جمهوری بود. بله ریاست جمهوری که آقای کرزی بود که بچه ها مدال آوردن و ما مونجا شده بودیم که کارگر و که موز صافی صاحب که یک دفعه دویدن شد، یک وقت سعی کردم ما کم وقت تنها موندیم کلی گرفتن آقای آمد علمی. از بگوین از امی از بله سال 2011 بود نسیجان که تیم ما باعث مقام دوم شد. بله سال 2011 اگر فکرتان باشم فاینل که حالت بسیار خراب هم رو بود که برای ما را که بسیار نشانه یک نفر کم بازی کردیم برای این وقتی بگونم اون سال هستن سال 2011 کرزی برای چه تلفون کرد برای کارگر؟ گفت که در خوگری کرد که تا خوگری کرد باختیم به خوگری باختیم. بله فکر من پیدا بوده پیدا بود واقعا سر گفت که نه یه چی نمیشه سر بین قانون نیست برای ما نقص میکنه ما بسیار کار درست نیست زیر قانون بار اجازه نمیده کرده سر واقعا نای ما کردن دارن مدن پیر نشن هم در سال 2011 هم در سال 2013 در سال 2013 که تیم ما قهرمان شد. شما باور بکنید در سال 2011 یعنی ما اینمی مقامایی را که گرفتیم آقای نصیر خیلی با پریشانی ها و با کمبود لباس و مثلا اقتصاد ضعیف ما یک چیز برای شما قصه بکنم. در سال 2011 ما اونجای تیم نیپال بازی داشتیم که نیپال را که بودیم مبرامدیم در فاینال که مطلب شد یکی از بازیکنان ما دوست لباس داشتیم، یکی لباس سفید یکی لباس سرخ که می سبت و راجستر AFC و فیفا بود. یکی از بازیکنان ما فکر کنم فیصل سخی زاده بود از باشه خیلی کمی عکس هم بگذارم که عکس بیندای ما ببینن شما. بله
خب و این فیصل جان هم بویای چنگ چنگی کریش که داره اموس. نه نه او او جلال شریعت داره سی نمی آدمه که پولی مستاد است فیصل جان نمی است خواه 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 بله این نمی فیصل جان فیصل سخی زاده دیگه این نمی لباسا این نمیشی بود من تا رنگ سفید بود یه دفاع بازی میکد یک توپ آمد سب یه خیست برای کلا کدم که یکی از بازیکنهای تیم مقابل هم کسیم آرنجش در روی فیصل جان خورد اینجا از بینش خون جاری شده پیرامش کن سفید بودم لکه خون ماند وقتی که آمد دوباره که داخل میدان شد دوباره لباس زیر پیرامش رو تبدیل کنیم باز باید داخل شد چون ما یک لباس داشتیم دیگه هیچ چارم نداشت از اصول قانون آمدم سرکشی کردن نمیتونست بهترین بازیکن خودم رو در اون شرایط اساس کشیدیم از میدان یعنی فکر کنیم که یک سیب لباس ما دوم سیب لباس چیره نداشتیم بوده پاروی از این مثلا از این اسپری هایی که دفتا درد تسکین میته یک بوتر از این داشتیم زمانی که یکی از بازیکنهای ما صدمه میدیدم باز کارگر میگفت که علی جواد کم کم بزن که خلاص نشه که ما شما دیگه مسابقه ها پیشه یعنی باید قدر فقط و بیچارگی امید تیم امید ترکیب برای ما و شما واقعا بسیار افتخار آفرین بود امید بچه هایی که دمی ترکیب بازی کردن بیایی کمی یاد از امید بچه ها کنیم امینا را به معرفی بگیرین عطایی عزیز قربان شما خب از طرف کارگر حساب کنیم خب از این طرف دست راست خب آقای کارگر خب شما میفهمین اسلام جان امیریس که فعلا هم بازی میکنن شما آشنایی دارین همراهشان دیگه پالوی از اینا بلال جان آرزوس وای جان آه بله بله ببخشید بلال آرزوس بلال آرزوس بله در پالویش بچه طاهر جان است نامش هم فراموش کردیم بچه طاهر جان اخو شما چی دانه طاهر قندوری که میگفتن بله 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 نام از این فعلا فراموش ما شد اولا خب خیر تو بودا یادم همه بالی از اینا جلال شریعت یار است بالویشان جلال جان دفاع کار میکرد نه بله 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 اینا همین جلال شریعت یار بهترین دفاع بودن این بچه را که من پالی بلال جان است یوسف مشرقی نام داشت خواه یوسف جان مرکز بودیم که خیلی بازی کنه بختلاش مستعد بود دیگه پالی جلال شریعت یار آرز جان عاطفی است که در امریکا زندگی میکنن فعلا فیصل سخی زاده است و بازم از طرف راست سلیم جان کوهستانی است پالویش سنجر جان است که در جرمنی زندگی میکنن حمید جان است گلکیپر تیم بود که فعلا در کابل هستن مقدر قاضی زاده است که فعلا در کابل هستن و ای جان ندیم است که از بازیکنهای ولایت هرات بودن یعنی در هواده زیادتر بازیکنهای ما از خود افغانستان بودن خب یه خاطر از همین گلکیپر ما بگوین از مسابقه آخر مسابقه ای که دوم شدین آه بله خب او مسابقه اول همین پیناتی که برای ما گرفتن همین پیناتی از این ببینین تو مثلا در هوا بود هم دفاع ما و هم فوروارد تیم هند ما سونه تو بالا سعی داشتن یکی به دیگه تکر کردن بازیکن افتید و پیناتی گرفت خب همی جان اشتباهش نمی بود که در اونجا شما یک برخورد از این دیده از پیش رفتی ها این چیزا خطا نمی خونه اگر از پیش رفتی مثلا بشود کمکایش معاونینش نو میبینن دمیج و خل می کدام حرکت فیزیکی انجام داده بود و ما خودم باید یک حالت قرار داشتیم که بیخی تو معو شده بودیم که یعنی ما باید نتیجه می گرفتیم دیگه ولی اونم برخورد دمیج جان بود که اون کارت سر نشان داد باز ما باز سردارجی کم بخت شما چه قصرش نام ماندن که سردارجی که تیم دشمنی کرد که این سردارجی کرد در حالی که نقص خود ما بود نه ما در غیر از او دستگاه چی شد وقتی که ما او سردارجی نگفتن که کارمند باغ و وش بود آمده در این حرفی شده چی شد خب این لقبایی بود که تماشاچی و علاقه‌مندا داده بودن منتها باز ما اعتراض که کردیم از طریق فدراسیون رسمن باز اونا یک جریمه نقدی هم شدن از چند مسابقات از داوریشان محروم شدن چرا او صاحب نظرها دیده بودن از چند بود این موضوع را دیده بودن برخورد دیگه و دیگه شد باز اونا روی قانونی که در قسمت داورا وجود داشت باز اون فیصله خود صادر کرد دوست بسیار عزیز ما ورزش دوست بسیار خوب ورزشکار بسیار خوب شاید هم دوره کرد شما بوده باشن
و یکی از خدمتگاه‌های موسیقی وطن عطا جان امین که مقبره احمد زایر چی گل و گلزار ساختن و آل رفتن تعداب خرابات گذاشتن، اونا نشته کردن برای شما که از دوره مکتب و مسابقات خاطره دارین بیان کنین. بله، حتا جان امین خوب هم سیمی ما بود. خواه، نه حتا جان امین برای ای یک استعداد فوق‌العاده داشت نسیر جان. مثلا در اتلتیک خیلی پیش بود، در خیز بلند، خیز دور، در وشا. ای اتر وقت شد که اینمی چیایی که مربوط اتلتیک می شد، مثلا خیز بلند، خیز دور، خیز قدم دار، انداختن دسک گلوله و یا کلش حتا جان امین گرفت. در والیبال چقدر والیبالر خوب بود، چون قدشان بلند بود، بسیار شوت خوب میکرد. دیگر ما خاطرهای بسیار خوب دارم از حتا جان در فوتبال هم. اون همراه ما یک تیم بود. من همون زمانی که خوب شرایط قسم آمد که همه تیت پاشان شدن، کسی مسافرت و کسی اجرت، بالاخره من تقریبا 6-7 سال پیش حتا جان امین پیدا کردم که او هم افغانستان آمده بود، در یکی از هتل ها زندگی میکردن، همین پاکستان بود فکر کنم یا کجا. من خبر شدم که آمده، نمره تلفنش رو پیدا کردم، زنگ زدم برش که بعد از اون باز دیگر همون دید بازیدای ما زیاد شده رفت. در وقتی که می آمد باز اولین کسی که پرسنام بکرد ما و فدراسیون می آمد بشیشتن دیگر تا جان امین خور تا جان امین فکر کنم امیال قطر باشن با خانم محمد علی کلی از سفر افغانستان، چون من دیروز که چون صحبت کردم گفت ما میریم قطر، میریم از قطر باز پس دوباره می. یکی از همتیمی های شما، از همسینفی های ما که واقعا من با شخصت چون احترام دارم، شخصت قابل احترام هم هستن، آقای صافی، دین محمد صافی برای شما سلام تقدیم میکنه. و شما هم دوران بودین در تیم بانک بخیر کتی آقای صافی. بله، ما و صافی صاحب خود در او وده برای لویزی که بازیکن بود، همه ترینری تیمون بود، از نوچورا یاسین جان اکثرا مصروف تمرینات چیشان بودن، تیمای ملی بودن، سفر مثلا می داشتن، از این بازنمی تمرینات اکثرا مربوط صافی صاحب می شد. دیگه صافی صاحب غیر از اینکه هم دوره ما بود، رفیق ما بود، دوست ما هست، خیلی احترام داریم به ایشان. نا هم واقعا از فوتبالرهای بسیار مستعد زمان خود بودن، هر کدامشان خوب صاحب اگر یاد بکنیم تمام نمی بازیکنهایی که هم دوره ما، قبل از ما، بعد از ما، خب هر کسی که آدم مثلا دقیق متوجه شود یک دوره خوب و خراب را تیر کرده به هر شکل که بوده، ولی ما یک دوره خوب واقعا یک دوره جوانی فوتبالی بسیار خوب و پرخاطره را پشت سر گذاشتیم. یعنی از امون دوره هر کدام شما به جایی رسیدین بجاز از من بدبخت بیچاره که بعیث سلبین باقی ماند. خب سلبین خود سلبین چلو وزیر در محقل چلو وزیر پس مان شدیم. آجی صاحب داود زنگ زدن که ببینیم. آجی صاحب داود برای شما سلام تقدیم میکنم. السلام علیکم. در قدم اول تشریف آوری استاد هر نهایت عزیز طور خودش می فهمه که من چقدر دوست دارم، علی جواد جان و تمام بیننده های عزیز تلویزیون وزین امید 24 و هید سیما برای تمام کشور مردم عزیز ما افغانستان تبریک عرض میکنم و بسیار خوشحال هستم که امروز استاد علی جواد نه تنها مهمان خانواده های ورزشکارای عزیز ما، بلکه مهمان خانواده های تماما تورنتو هم است. و استاد گل خوش آمدید، صفا آوردید برنامه خاطرات ورزشی. یک خاطره جالب بسیار ماندگار استاد علی جواد من میخوایم براتون شریک بستادم. مقصد قصه او ساجق و چاجق و چیزایی نباشه که در شورایی میبردن که ای بیسار نیمه سیاسی ای خاطره نیمه سیاسی خدا خیر مانه پیش کنه مسابقه ما در قدم اول بگویم که ما استاد علی جواد و استادای بزرگوار که نمیل بیرینده هستن همیشان جایگاه خاص خدا دارن. ما استاد علی جواد در یک تیم بودیم، در تیم سالندوی و دهه 60 همگی ما هم دوراستیم به حساب. خب همیشه در مسابقات ما اینا می آمدن برای تشویق ورزشکارا، اتنا بود که تنها فوتبال مربوط فوتبال باشه، همه
اعضای تیم ملی مثل فامیل، مثل برادر، مثل دوست و نمیال هم شکر خدا سنینتشان پاورجاست. این حاجت تعریف نداره، به خودتان هم نصیر جان ثابت شد. خیر بر صورت، یک مسابقه شوروی سابق بود در جشن افتسال خب این مسابقه یک به خیل مسابقه جیدان داشت، نفری میدان به نفع تیم شوروی کار میکرد. یک دفعه علی جواد وقت بارور در راز بود که برش تبدیک میگم و فقط هم وقت هم تبدیک گفته بودم معلوم که واقعا یکی از پرفتخارترین فاروردهای دوران زمان خود بید و خدا من شدارت خیلی بر صورت ای امو بچه بایک شوروی یک دفعه ایره فاول زد کل استادیوم غالمغال کرد که فاول دیگی نگرفت. دفعه دوم باز فاول زد، باز نگرفت. امی دفعه سیم که فاول زد یک دفعه علی جواد سونه ترینر سونه می اکم میدان سعی کرد یه چیز نگفت، یک دفعه می فوتبالر ورسی رو به اجازه چپک کرد پدر در میدان. اما که اگه خوش کاری کردی نه حالا کل استادیوم یک الله اکبر هر چند چند از خیران بایی گر ندانی غیرت افغانی همچون با میدان آمدیم پیششم لغت خوب که زد کارپک خود خودم گرفت بود برای یک سال بخیلیم که معروم شد از تمریناتی گپا منتها او تاریخ او زمان او لحظه هیچ وقت از یاد ما نمیره. ظالم استی آجی سب دردای سابق پس تازه ساختی. نه درد نیست، باید این کلش خاطرات است که ما تازنده باشیم از یاد ما نمیره و وردشگارا همیشه در و پیشتر استاد علی جواد یادآور شدن از سفرشون ایره باید با افتخار یادآور شیم که استاد علی جواد در هر نوع شرایطی که در افغانستان بوده چی در زمان به حساب از بده بگناتیک چی در زمان مجاهد چی در زمان طالب چی در زمان فیلن دستاوردهایی داشته که صادقانه افتخارانه خدمت خود کرده و کارکردهایش کارنامه هایش چی در زمان تیم ملی بود و چی در زمان ترینر بود یا معاون ترینر و چی در زمانی که مشاور بود یا فرض مثال در ریاست تربیت بدنی و سپورت واقعا هی بزرگا احمد گرچه همسن مام است من احمد به صراحت میگم که روی دست از یا از بوسیدن است. تشکر آقای سیب، تشکر آقای سیب، دیگر بازم وقت داره دیگر زنده باشیم همگی سلام میگن. تشکر سلام آقای سیب. یک سوال داخل، شما واکسین کردین؟ بله سیب، اگر من واکسین نمی کردم حالا ما هم لایخ آمده بودم هم بایتان دور میشه که فایزر واکسین گرفتیم دیگر شکر خدا و کرونا را جدی بگیریم و یک خواهی دارم از استاد علی جواد که صادقانه از کارکردهای انجمن ورزشی افغانای مقیم آنتاریو آیا راضی هستند که در اصل استاد بزرگوار حاجی سید تمیم تشخیص وطن ورزش فرض مثال استاد علومی صاحب بزرگوار، استاد دریا صاحب بزرگوار، فیضی صاحب، رحیمی صاحب، مقصد تماما تشخیص وطن مسئول جانه. این سوال ما داشتم، این خوبه شما کل تره کردین. بله و اگر نظر به دیدگاه خود صادقانه بیان کنن واقعا خوش میشه. تشکر آیسب، سلامت باشین، عید گذشت برای شما بازم مبارک. با شما هم شما خب بفرماین عطای سب صحبت هایی که با ایسب داود دارین. ایسب داود واقعا یکی از فعالین اجتماعی، فعالین فرنگی و فعالین ورزشی هستن. داود نیست بفرم. تشکر. اول خو من میخوام در قسمت همو حرفای اول داود جان اگر روشنی پارتم که مرا گفت تا اونمو جای راز گفت که برای یک دفعه زد، دو دفعه، سه دفعه در او بوده دیگه. ما خودم عسکر هستیم دسته جان، اینمی فوتبال ما بود، واقعا فوتبال ما بود که ما زنده موندیم. شرایط به شما معلوم بود، همی تابع نادرخان چی جوانهای را دخال دفن کردن لی ما، اینمی فوتبال ما بود که ما زنده موندیم واقعا. و او قدر اگر مثلا یک قسمت از وجود ما صدمه میدید از فوتبال میماندیم دیگر سرنوشت آینده ما به اونم چیز سر دچار میشد. ای بازیکن روسی که یک دفعه من از دو دفعه سه دفعه دفعه سه ما او رو چپه نکردم منتها یک سیلی بود یک چیز دروش زدم چپا کردن یک گپا نبود یک سیلی تو پشت بوری دروش زدم. باز چی دهیست که من خارج هم نشدم دو جان فکر کنم بدلا نداره، اما یک تصمیم گرفته بودن باز
استاد کبیرلاغ یادش بخیر یه چیز فراموش من نمیشه باز اونا گفتن که اگر اینه میکشین ما هم نمیکنیم فوتبال راستی کلی بازی کنها یه سوچه در تا مربی ما که خودش روسی بود گفتیم با ازش هم تبردش یک افان بشن منطقه کتمه یک مزاق کرد یک هفته بار که آمدیم به تمرین دمین پشت گل رنگ بوکس بود شاید شما یادتان باشن مسابقه های بوکس دمین پشت گل رنگ بسته میکردن همینجا مسابقه های بوکس میشد وقتی که ما آمدیم به تمرین همین ترینر ما گنادی بیادش بخیر یه دست مرا گرفت گفت تو بعد از این دیگه رنگ برو بوکس کنه یه فوتبال خوب شد نگفت پشایی صاحب داود تمرین کنه خب آقای عطایی شما صحبت تا نکنین دیگه ما از کارکردهای بخش ورزش تعقیب میکنم کومنت های من دائم برای حاجی صاحب صمیم است واقعا خدمتگزارای اصلی و واقعی ورزش اینمی بزرگوار هستند ای که امروز قدر زحمت میکشند مثلا من در کومنت ها زیادتر برای حاجی صاحب صمیم که چهره هایی را که معرفی میکنند چهره های گذشته ورزشی در هر رشته ای که هست ای خود از ای یک برنامه فوق العاده خوب برای ورزشکار است آشنایی با ورزشکار است مثلا از طریق خودمی فیسبوک سمیم جان بسیاری مردم ها ورزشکارهای سابقه آشنایی پیدا کردن در قسمت از اونا مثلا معرفی یک چیره یا تشویقی که میکردن مثلا حتی من چند وقت پیشتر دیدم که حتی در کابل برای بسیاری از ورزشکارهای سابقه ما لو تبدیل روان کردن کپ روان کردن خب اینمی از این که بالاتر دیگه نمیشه واقعا اگر اینمی بزرگوارا در رأس ورزش نباشن اصلا از کسایی که خارج از ورزش هستن آدم نه توقعی می داشته باشه و نه توقع می رسونه اینمی نا هستن که ورزش افغانستان زنده ساختن ورزش افغانستان بیرقش بلند نگاه کردن چون خودشان یک زمان از جمله نخبگان رشته خود بودن واقعا سمیم جان به هیچ فراموش من نمیشم در از اینا پولیس ابنسار اینا کسایی بودن که قهرمانای مونمو رشته خود بودن در اون وقت در پهلوی از اون پیشتر داود جان خوب یک چیز اشاره کرد که مثلا ما بازیکن تیم ملی فوتبال بودیم هر بازیکن تیم ملی رشته های دیگر امرای شناسایی داشتیم مثلا دوستی داشتیم رفاقت داشتیم میشیشتیم ورزش پالوانی اگر مثلا ما که پالوان ها میشیشتیم در اون دوره عبدالله پناهزاده مثلا هم دوره ما بود پالوانی بود مادر فوتبال بودیم اختر بود زاهر جان بود خدا بخشم معراج بود اینا اینا میشیشتیم و گانه و صمیمیت و رفاقت و دوستی ما بود دیگه من بازم تشکر میکنم خیلی ممنون که بازم زمینه رو شما برای من مساعد ساختن که در این چینل تلویزیون پربیننده شما تلویزیون بین‌المللی شما من دعوت کردین خیلی ممنون کوچک نوازی کردین بزرگوارای مقصد که هنوز وقت خداحافظی نیست که بسیار گپای ما باقی بود من فقط خواستم یک تشکری بکنم زنده باشین سلطان مسعود جان اشمت برای شما سلام میگه من سلطان مسعود اشمت رو میخواییم معرفی کنم در 2011 که شما در گرمای طاقت فرسای اند در مالدیف بود کجا مسابقه که برگزار شد مالدیف شما اونجا مسابقه داشتین اینجا ساعت 7 صبح بود و مسعود جان اشمت بانکویت هال داشتن بانکویت هال هم مزاید ساخته بودن با بیرق های افغانستان و با گرین بیگ سکرین و ما مسابقه را تماشا کردیم و برای ما جالب بود و در 2013 که وقتی که شما کپ قهرمانی را گرفتین بازم بس جان اشمت ده ها تن از هموطنان را دعوت کرده بودن و وقتی شما بردین خرد و پیر و کلان و جوان چنان شادمانه فریاد کشیدن و عطن انداختن که شاید از شما کده زیادتر در اینجا چه بودن برای شما سلام تقدیم میکنن سلام برم برشان بگیم تشکر آقای دوست عزیز و مشترک ما شما علی اسکر جان لالی برای شما سلام تقدیم میکنن ما هم سلام تقدیم میکنم خدمت شما بسیار تشکر لطف کردم شما مجان بسیار با حجله سید در سه کامنت یک سلام رشته کرده
یعنی تا که تکمیل شده. دیگه استاد سمی مخبشته شما یاد کردین، برای شما سلام تقدیم میکنن. سلام تقدیم میکنم خدمت شما. دوست بسیار گرامی ما و افتخار ورزش افغانستان رحیم جان برکی برای شما سلام تقدیم کردن و گفتن که شما الگوی ورزش کشور بودین هستین. علی اسکر جان لالی میگن که سیزی آقا هم باید هم دوره با خودت بوده باشه. سیزی آقا، بله ما از جمله سیزی آقا، از جمله کسایی بود سیزی آقا، سید اصغر آقا، شاپور جان کوهستانی، اینا کسایی بودن که بدون از اینکه انتخابات تیم ملی باشه در یک دوره ما در تیم ملی دعوت شدیم. بله و من خوشبختانه که همراه سیزی آقا در تیم میواندام یک سال فوتبال کردیم. همون زمانی که تیم بانک منحق شد ما در تیم پامیر رفتیم، بعد از این باز خدمت عسکری شد رفتیم در اکادمی و باز سعیدی آقا خواهش کردن که اگر تو همراه ما خود مگفتون سر حاصل من خود از خود تیم دارم، تیم پامیر بسیار بعد از کار من تیم خود اعلام کنم. و راستی او در تیم پامیر بازیکنهایشان اکثرا وطن ترک کرده بودن، رفته بودن. دیگه باز یک سال من همراه آقا سعیدی آقا در تیم میواندام افتخار شنبازی بودن و خاطب هم داشتیم. تشکر. آغازنده باشیم. برای هم دوریه بودن. دیگه داود جان نشته کرده که این امروز ما در پرده تلویزیون با دو تا نابینا یک جای شدیم کردوش های نکیز. از خدا خواستیم که آجی صاحب داود یک دفعه سر به گریبان کنه. امروز البته آینک نگذاشته، متوجه ما شده، ما نابینا. مگه بخوام برش بگم مسی جان که ما خوب به آینکم دیدم میتونم تو خوب باز آینک نباش خرابی ها میکنی. بسیلای هم مجبور ما بگویم شنه که کور خود بینای مردم. بابا خبرش بگم که متوجه باشه که آینه که نبود در پولی کسی روزی نکنی که پایی دیگه کسی نشوی اصلا. خب ببینیم بشیر جان احمدی هم سلام برای شما نشته کردن. خب فرزند شما نام فرزندتون چی است؟ مصور جان، مصور عطایی. نه خیر اینجا نشته که من نمیفهم سن چطورکایی. سانیا جان، دخترکم از امریکا است. بله گفته افتخار ماست پدر جان. تشکر. زنده باشیم. بازون خوب است که مسعود جان حشمت به داد ما شما رسیده. راز آقای استاد داود جلالی را فاش ساختن، گفتن ظالم لنز انداخته سر دیگرا خنده میکنه. خب آقای بایانی سلام برای شما گفتن. تا یمین باز برتان نشته کردن که برحال. و آقای دیمامد صافی هم تشکر کردن از این که پیشتر شما در ما چان صحبت کردین. قیس جان کارگر برای شما سلام تقدیم کردن. هم سلام های خود تقدیم میکنم. و مهمتر از همه آقای نصیر بسیار باشید که امیل اعظم و فامیلا همشهری من که بسیار دیر است من ندیدیمشون از امریکا تماس دارن. من بر از اونا هم سلام های خود میگم. یک همشهری دیگه در جرمنی است، اونا هم میبینم از طریق همی شبکه تلویزیون شما. من خدمت همشهری هایم خدمت و با تمام دوستا، ولی خواهرای ما که بسیار دیر است ندیدیمشون از نزدیک، ما سلام های ما تقدیم میکنم برایشان. امیدوار هستم که روزایی در بخوشی و خوبی سپری کرده باشن و از گزند ویروس کرونا در امان باشن انشاءالله. بسیار تشکر. زنده باشین. خب تلویزیون امید بسیار خوب شده که یک نقطه وصل شده، مخصوصا در برنامه هایی که ما داریم، برنامه های یاد ها و خاطره ها. واقعا هموطنان زیاد تماشا میکنن. هفته پیشتره که ما با دوتا پیشتر با آقای عبدالله منگل بودیم. بسیار برابر بسیار دوستا بسیار جالب بود که منگل عزیز بعد از بسیار سالها دیر با دیدن
که بله. یک وقت یک جوانی بسیار خوب و خوش هیکل دیده بودن بله. نام خدا آمدن که این یک نام خدا یک چارشانه بله. امروز شما رو که دیدن یک تعداد دوستا شاید یک ده بیست سال بعد دیده باشن با اون تصور بله. که ما آقای عطایی رو میبینیم با اون اندام متناسب ورزشی که بله. تو با پایشان ولی به هر حال عطایی عزیز میگیم که یک بحثی که برای بسیاری از هموطنان ما هم سوال برانگیز است امیر شما توضیح بدین بله. ورزش خب در مجموع از ورزش میگیم در ابتدایی بله. که کرزه آمد یعنی از 2003-2004 به بعد ورزش بسیار رشد کرد در تمام ساعت مثلا در تکواندو در ولی با در پهلوانی حال خدا فری فایتر نام خدا قریب است که در سطح جهان اول شیم و در مجموع فوتبال بیشتر رشد کرد در پهلوش کرکت آمد و کرکت هم رشد کرد اما چی دلیل شد که بعد از 2013 دیگه ورزش فوتبال ما نتانست که اونمو حد که بود و اونمو پد دوباره برسه بلکه آمد تقریبا اگه بگویم سیر نزولی پیمود دلیل از چی هست؟ خب تشکر نسیر جان ما اگر بهتر بررسی بکنیم عزیزان فکر نکنند که اینها در دوره خود از خود تعریف میکنند نخیر یگانه چیزی که علت کامیابی و موفقیت تیم ملی فوتبال افغانستان بود نظم و دسیپلین بود باور بکنید که در رأس تیم منیجر تیم فریدجان مولایی بود آنقدر آدم جدی بود و در او آدم فکر کنید هر سفری که ما میرفتیم وقت تمرین تمرین مسابقه مسابقه صرف تمام چاشت و شب و صبح همش منظم یعنی بچه علاقمندی و این نداشت که مثلا ما برون بازار بگردم و زیادتر تماما اینمی فوکسش طرف مسابقهش بود طرف فوتبالش بود طرف نتیجهش بود و آقای کارگر که سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بود واقعا زحمات زیاد کشیدن همین کادر تیمی که پشت تیم ملی کار میکرد در بسیاری سفرها آقای لالی هم رو همکار بودن واقعا خیلی زحمت میکشید برنامه هایی که مثلا از طریق انترنت میگرفت چیزهایی که اندوخت های خود در اختیار بازیکن های تیم ملی قرار میدادن و مهمتر از این که در او والا اکثرا مثلا ما در سال 2011 و 2013 که قهرمان شدیم یک سال نایب قهرمان هستد ای اترموف به دست نامده اگر بگوین چانس خب درست مثلا در سال 2011 چانس آوردیم ما دوم شدیم خب میگذشتن در سال 2012 که مسابقات مقدماتی چلنجکپ بود در لاوس ما در اونجا در گروه خود اول شدیم که تیم لاوس که میزبان مسابقه بود او را ما شکست دادیم و یک خاطره بسیار جالب ما از اون دارم که در اون مسابقه آقای کارگر سرمربی بود و آقای چیام علی اسکر لالیام به صفت مشاور ترینر هم به ما رفته بودن یک مشوره دهنده خیلی خوب بودن در اینجا رفری یک خطای بسیار خراب بر نفع بر نقص تیم ملی فوتبال افغانستان گرفت که آقای جلال شریعتیار که یکی از دفاع مستحکم تیم ما بود اینا را از بازی اخراج کردن کارت سرخ نشاندن اخراج کردن و کارگر اعتراض کرد دفاع شریعت کرد اعتراض کرد هر دوی از اینا را کارت سرخ نشاند داد از صحنه خارجشان کرد دو بودم ما آمدم سر خط استاد شدم فکر کنید که در طول تاریخ فوتبال افغانستان تا تفرید ما یک گل پس بودیم یعنی تیم لاوس یک گل زده بودن 1-0 ما پس بودیم وقتی که تفریح شد آمدیم در اخکن خب با مگفایی که باید زده میشد برای بازیکنان مورال که باید برشان داده میشد داده شد وقتی که داخل میدان مسابقه شدن یک نفر کم یک گل پس فکر کنیم ما با ده نفر یک گل هم زدیم بازی هم مساوی شد و در گروه خودم اول شدیم و اگر چانس بگیم این سال ای هم در چی؟ در سال 2013 که تیم قهرمان شد ما در او واده نسیر جان یک چانس بسیار خوبی که همراه ما یاری کرد قبل از اینکه ما برای بازی‌های آسیایی بریم برای مسابقات جنوب آسیا بریم مدت 15-20 روز ما در دبی قرنطینه میشد بچه ها اینمی خیلی یک موثریت داشت برای ما وقتی که ما از قرنطینه که میخواستیم مستقیم میامدیم برای مسابقات جنوب آسیا به سال 2011 مستقیم هند آمدیم و در سال 2013 از دبی حرکت کردیم به طرف نیپال که این برای ما فوق‌العاده موثریت داشت و خود نظم و دیسپلین و تمرینات مشترک و مدرن اون وقت یعنی خود از این سبب پیشرفت چی در رو باید ببینین مثلا ما از 4-5 بازیکن خارجی زیاد نداشتیم
اکثریت بازیکنان ما از خود افغانستان بود، اکثریت بازیکنان، و یک نظم بسیار خاص بود. من به خاطر دارم یکی از بچگکای در جرمنی زندگی میکردن، نامش ما فراموش کردیم، او یک نزاکت شد که من فوتبال نمیکنم. بعضی گپای چی شد، آقای کارگر برش گفت که نمیبینم این دفعه، گفت میتونی که بری پس. من پدرتون تلفن میکنم، زنگ میزنم برش که خودت از او. وقتی که دید که نه اینجا نظم حکم فرما است، بسیار همه تو دوباره و یک هزار ندامت پشیمونی کرده آمد و برازو بازی کن باسته و برازو چی بلا آخره کارگر سر گفت که درست است بیا، ولی متوجه باشی که یه تیم ملیست، تیم شخصی کسی نیست. امروز که تو افتخار کمایی میکنی برای شخص خود نمیکنی، و تمام این ملت افغانستان تو افتخار کمایی میکنی. و در سال 2013 که ما قهرمان شدیم، آقای کرزی یک انگیزه فوق‌العاده خوبی برای بچه‌ها داد. همون شبی که ما صبحش فاینال بودی داشتیم، سه نفر از وزیر صاحبای از وقت که یکی وزیر صاحب معرف آقای وحدک بودن، وزیر صاحب انکشاف اطلاعات آقای برمک بودن، و وزیر صاحب اقتصاد زاخیلوار صاحب، این سه نفر را روان کرده بود که همین پیام مره برای سینا ببر. وقتی که نا آمدن اونجا ششتن امروی ما، گفت زاخیلوار صاحب خیز بود، من پیام کرزای صاحب برای شما میارم که کرزای صاحب گفته که این مسابقه را شما قهرمان شوید، این مسابقه را من برای هر کدام شما یک یک آپارتمان میدم. ببینید چی یک انگیزه در چی یک وقت خوبه. بچه هم که بیچاره از نگاه اقتصاد خیلی ضعیف و وقتی اینا داخل مسابقه شدن با نمو انگیزه و مو قدرت و توانایی، یعنی گفتن ما باید این مسابقه را قهرمان شه، کلی خانه را دیگه بدیدن. بله بلکل 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 دیگه اونا هم ترام شد. خب چانس هم یاری کردم رای ما و همون زحمات را که واقعا کرد رهبری تیم ملی فوتبال کشیده بودن. و هم گولکیپرتان در این مسابقه فرق داشت، کی بود؟ از آلمان بود گولکیپر، اما یک بچه بود بسیار خوب بود. بله گولکیپر من یک پناتی رام که خوب بسیار یک پناتی رام بله در روز نیپال در فقیریار خود یادش بخیر، در جای کس سلام برش تقدیم میکنیم. بله ما هم سلام های فضل برشون، واقعا گولکیپر فوق العاده مستعد. دمو روز نیپال دو پیناتی را که پیناتی اولا که یه وقت دیگه پیناتی گفت دوما از خط برآمدی و چه مرکت به چطور پیناتی دوم هم گرفته. بازمو تفریح کرزه سب زنگ زد تحبیقی داد وقتی که ما مسابقه را قرمان شدیم، باور بکنید نسیجان ما اونمون مسابقه که نیپال بودیم، یعنی شما باور بکنید که استیدیومی که گنجایش 30,000 نفر داشت مکمل طرفداری اونمون تماشاگر تیم نیپال بود. بله ما زنده تماشا میکردیم کلش. بله وقتی که ما مسابقه را پیروز شدیم برآمدیم، پلیس ها ما را گفت که شما یک ساعت از لحکن بیرون نشین که مردم اینجا بسیار عصبی هستن. و راستی که ما تو چی هم بود دیگه، ما یک ساعت یک و نیم ساعت در اونو لحکن خلق ماندیم تا اینکه یک کمک راه پیدا شده و موترهای پلیس پیش روی ما پشت سر حرکت کردیم، آمدیم طرف هتل. صبحش بود که ما باید حرکت میکردیم، شامش صبح که گفتیم اگران چیز سوغات و دیگر و دیگر بگیریم. من خوب به خاطر دارم هیچ یادم نمیره، در اونجا ابریشم بسیار زیاد بود، این دستمال های ابریشمی بسیار زیاد بود اصل در نیپال. من رفتم از یک دکاندار نیپالی میخواستم امیره بخرم، او گفت که شما دین روز بفهمین 25-30,000 نفر با چشم پر از عشق از استادیوم خارج کردید، شما تیم ما را بردین و بسیار مثلا کتازوم دولتشان که بازیکنهایشان خیلی وعده های کرده بود که اگر تیم نیپال قهرمان میشد یه نمیده که امروی ما کمزای سر بوده کرده بود که برای شما آپارتمان بازد تا اون تیران بلاکار رو مورد نشان دادم که فقط تیم نیپال قهرمان میشه دینی بلاکا برای از اینا هم درک خانه در نظر رو بودم. خب در مجموع اونمون نظم و دسپلین و واقعا امنیت های صاف و پاکه که بین کبل رهبری و بازیکن ها و احترام خاصی که بده گذاشتن یه نمی سبب پیروزی و موفقیت. نیت ها در بین بازیکن ها پاک بود و صادق، اما در بین فرستاده ها بخیر پاک و صادق نبود، برای از اینکه میگن که آپارتمان وجود داشت کلی خانه گم شده چوی همگی خواب دیدند و خود خانه را این بوسی که آل من نشانتان میتم شاید شیرین ترین بوسی در زندگی باشه که شما کردین.
من یک بوسه شما رو میخوایم نشان بتم. میدونی گرامی دیگه نشده که من مجبور هستم که آقای عطایی یگان دفعه در یگان جای از خود به خود میشه و میبوسه. این حال ما در سطح جهان میخوایم افشا بسازم آقای عطایی را که چطور عاشقانه بوسیدن. این که خانه خبر داره نداره به ما غرض نیست. ما این ای بوسه آقای عطایی را برای شما میگذاریم در سطح جهان تماشا کنین که این بوسه ساده نیست و باز خودش توضیح بده که بوسه از کجا پیدا شده. بله 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 آسوی همو جام قهرمانی است که یک قطعه ما برای شما روان کرده بودم امروی اسلام الدین عملی که کاپیتان تیم بود اسلام امیری در اوجه یک پرنس کنفرانس بود یک روز پیش از مسابقه قهرمانی. آقای کارگر گفت که من مصروف تمرین تیم هستم خودت برو جدم مصاحبه. باز من اینجا که آمدم همراه من مشنوین صدای من؟ بله 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 ها. باز همینجا به خبرنگارا وقتی که جمع شدن پرنس کنفرانس از من پرسان کردن که شما میتونین که انتقام سال 2011 را از تیم این بگیرین؟ ما گفت ما برای زمین آمدیم. بله ما برای زمین آمدیم و از طریق کنمی تریبیون شما اعلان میکنیم که ایجا ما قهرمان بشیم و واقعا که قهرمان هم شدیم که بازانمو خبرنگار در ختم هم همراه من مصاحبه کرد گفت یگانه مربیه که همون گفت که زده همون گفتش در کرسی کشته این چانس میده یا چی؟ ما گفت این گفت خب تا اندازه چانس هم هست و تیم ما تیمی بود که اگر مثلا در کشور این خارج از این امروی تیم این چندین بار دیگه مسابقه بکنه ما میتونیم که تیم این در شکست بدیم و واقعا این بوسه هیچ وقت فراموش من نمیشه. پرخاطره ترین بوسه ای که در طول زندگی فوتبالی من بوده تینمی بوده که من هیچ وقت فراموش من نمیشه. یعنی شیرین ترین بوسه زندگی بوده که شما بله. خب یک معرفی کنین. بله این عکس یک مسابقه دوستانه بوده در تیم تاجیکستان پیش از اینکه ما برای مسابقات جنوب آسیا بریم و اونم مسابقاتی که در لاوس آقای کارگر معروف ساختن از چند مسابقه برامجان نواصفت ترجمان در پرنس کنفرانس پولیم ششتن بازی که ما برای تیم تاجیکستان مسابقه کردیم این در شهر دوشنبه کشور تاجیکستان است که بعد از مسابقه دوستانه در پرنس کنفرانس بید. بسیار خوب بینای گرامی شما صحبت ما را با یک تن از پیش کسبتان ورزش فوتبال و در دیگه هر سای فوتبال هم تماشا میکنین آقای علی جواد حتایی و اگر شما هم سوال دارین گرچه در فیسبوک بسیار تیست نشته میکنن بعضی هموطنان که برای من مشکل میشه که من بخوانم و اگر سوالی دارین میتونید که زنگ بزنین به تلفن استودیو همین شماره واتساپ هم هست میتونید که تماس بگیرید. خب آقای عطایی خاطرهای خوش ها گفتین ورزشکارا اون هنرمندا یعنی کسایی که فعال میباشن در عرصه‌های مختلف در پهلوی خاطرهای خوش خاطرهای تلخ هم میداشته باشن کدام خاطره تلخی از مسابقات خودتان یا از دیگر دوران شما اگر داشته باشین بگوین؟ بله طبعا من خاطره تلخ من نتیجه شخصا از خود من از مسابقه خوب ورزش برد باخت است و هر حالش تیمی که برنده نشه نه قهرمان معلوم میشه و نه نتیجه تیم معلوم میشه. خارج از اون من خاطره تلخی که دارم من در اوج فوتبال تر گفتم یعنی زمانی که من از دوره مکلفت عسکری ترخیص شدم اوج فوتبال ما بود عضو تیم ملی بودم. من در اونمون زمان فوتبال تر گفتم و پاسپورت گرفتم از چند کشور ویزه گرفتم و یعنی چند سال را که فراغت داشتیم در اون وقت شما بخاطر دارین سرباز دوره مکلفیت وقتی که از دوره مکلفت ترخیص می شد 3 سال وقت داشت باز دوره ایتیاد می رفت. بعد بختانه که از ما باز در اون دوره 2 سال باشد وقتی که 2 سال بود من دیگه از وقتی که از مکلفیت ترخیص شدم فوتبال تری گفتم برای 2 سال اصلا هیچ نه ورزشی بود نه تمرینی بود و دوین مصروف سفرها بودم شخصی سفرهای خارج داشتم بیرفتم میامدم دیگه وقتی که دیدم که دوره تیاتر رسید بازم رجوع کردیم به فوتبال و
همو عزیزایی که من نامشان بگیرم، استاد سیا، یکی از سای منصب های اکادمی سالندو که خودشان یکی از فوتبالرهای بسیار تاپ عصر زمان خود بود، یک دورت تیم ملی هم انتخاب شد. اونا من تشویق کردن که موشد باشه که دیگه جای نرینم، یک اکادمی جای تو از توی نمیجه بیانه هر رقم از کردی که بخوایی همینجه بیا کرده. باز ما آمدیم در دوری اتیاد، ولی سه ماره به بسیار فشار، به بسیار فشار، غیر از اینکه همراه تیم تمرین میکردیم سوربکی من خودم وقت میخیستم و واسه سرکی علاودین هم میرفتم و میامدم. یعنی همون خاطره تلخ من اونم و ترک کردن فوتبال من و حوج فوتبال هم بوده که پس آن واقعا من پس جاد وقت هم بیمتره بود. یک مقاد قدر من احساس ندامت پشیمانی کردم که میدیدم که رفیق های من دورای من کلش در تیم ملی تمرین میکنن و ما فوتبال اعلا کردیم. یعنی می تفترین خاطره من بوده ای که برد و باخت دیگه پا شده و حالا که میبینم میگم خب در اون وقتی که توانایی داشتی کاش بونم اون دوره باز یک دفعه دیگه به همون جوانی که باز به اون زمین سبز و باز همون بچه های میبینی باز همون سفر ها ولی هم قصده میشه. ما گفته سهیلی بزرگ صدا سر میده هم در کو کجا هید ای جوانی شادمانی کامرانی ها، صدا هایت به صد هندو کجایید ای جوانی کامرانی شاد کامی، و جوانی بر نمی کرده ولی خاطراتش با ما باقی می مانه. خب میریم به سراغ فیسبوک. خواهر گرامی ما رونا جان نظری سلام برای شما گفتن، درود برای ما. من هم سلام و تقدیم بکنم، خواهرم از جرمنیست، من خب. سلام و خدمت شما تقدیم بکنم. تشکر، زنده باشین. سارا جان عظیم زی برای شما سلام تقدیم کردن. وارد کازم تیم میوان و خب گفتن که میا جان کارگر یاد کن، که میا جان کارگر اون ای خاطری شما یاد شد. و به 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 افتخار ورزش افغانستان که من این از این دور دو دسته سلام تقدیم میکنم برای صابر جان روح‌پرور که واقعا برای من الگوی ورزش افغانستان صابر جان بود و آماچا جان که واقعا ما صابر جان که عج تقاضا داریم صابر جان یک روز در این چی داشته باشیم، برنامه داشته باشیم، پیدا نمیشن باشه که بی یک لاین از جرمنی داریم. بله بفرمایین. سلام علیکم. سلام برای شما تقدیم میکنم، بفرمایین. ما اسم و فرید صدیقی از فوتبالیست های سابقه دار هستم. فرید جان صدیقی خوش آمدین. فرید جان صدیقی سلام برست. به نام فرید صدیقی فیلن در آلمان آلمان دون نگی میکنم. بله اگر زحمت نمیشه حلامای ما رو برشان تقدیم کنیم. مشتم صدای تانه شنید اگر کدام گفتنی دیگه دارین. یه دیگه هم گفته یکانه که خوشبختی شانه میخواییم و همچنون نسیجان ولی نسیجان اطلاعات شد برش تقدیم میکنم چون یکی همسایه خود ماست و در زم قدر از این بسیار میربان بود یاخوب میگفتیمش. شما نامتان اثر بگوین؟ فرید صدیقی. او فرید جان سلام، سلام فرید جان، این از دور ما پس دوباره سلام بر تقدیم میکنم. داو جان خودت هستی؟ نه من نصیر هستم فرید جان. سلام پدر جان. سلام احترام و تقدیم میکنم. قربانت بابا جان، خوشحال شدم شناختم. اگر یادت نرفته باشه فراموش نکرده باشی ما فرید هستم. شناختم شناختم فرید جان، شناختم شناختم. احترام و خودت تقدیم میکنم براتون، شکر که میبینم تو نه. همین شما هم در یکی از مسابقات به خیالم یک گلکیپر آزار داده بودین، همه تامین داد زده یادم اومد. بله بله بله. قربانت علی جواد جان، تشکر فرید جان، سلامت باشین علی جواد جان. تماس فرید جان برای ما دیگه میاله که زنده ساخت. زمان جان به یادم اومد، منیم جان به یادم اومد، صابر جان، همین دوستا کلشان سلام برای کلشان تقدیم میکنم، خداوند کلشان آرام بده. سلامت باشین فرید جان. یک جان تشکر. از تلویزیون بشنوید که آقای تتایی چی میگن. آقای تایی بفرم. ما هم سلام های خدا خدمت شما تقدیم میکنم، خدمت خود، خدمت زمان جان. واقعا اون دوره که همراه شما بودیم تشویق هایی که ما رو میکردین فدی جان، خودش نصیر جان یک چند وقت کمک مربی تیمی ملی بود وقتی که ما تمرین میکردیم، چون خود از اینا هم یکی از بازیکن های فوق العاده، بازیکن مستعد تیم پامیر بودن.
بله در این تشویق اون زمان از اونها را هیچ وقت فراموش نمیکنم. هر مسابقه که ما میبرامدیم آنقدر مورد شفقت و لطف مهربانی بزرگوارا قرار میگرفتیم که اونمو خودش برای ما یک نیرو میداد. واقعا وقتی که داخل مسابقه میشدیم همون کلمات و صحبت ها و نصایحی که در راستای فوتبال ضرور بود که در میدان مسابقه در نظر گرفته شد و هیچ وقتی فراموش ما نمیشه. دیگه فرید جان صدیقی را من سخت احترامش دارم. انشاءالله که در کنار فامیل محترم جور و سعد من باشم. بچه کشون زید یکی از فوتبالرهای بسیار خوبه بودن. دیگه من نمیفهم که چرا اونا تو کنار دیدی کلن چی مشکل پیش شد. اسم که من خبر دارم فکر کنم که صدمه دیدم پایشون را چی رفت و برحال من سلام های خدا خدمت زخم جان تحسین میکنم که اگر صابر جان به نظر کلامشون صابر جان رو پرور خوب بزرگوار خوب بخی جایگاه خاص خدا داره. لطف و مهربانی صابر جان یک وقت فراموش ما نمیشه، مخصوصا در دوره مربیگری. همو زمانی که ما هم تیم پاکستان در پروژه گل در فدراسیون فوتبال مسابقه داشتیم، اسد جان کازمیار و صابر جان رو پرور از جرمنی آمده بودن. عکسایشان پیش ما است. مطلعه که بچه تیم ملی قرنطینه بودن اونجا زیاد وقت تیر کردیم، صحبت هایی داشتیم. دیگر استاد صابر رو پرور از جمله ورزشکارهایی که انقدر که تعریفشان رو بکنیم کم است. واقعتش بله من سلام های خدمتشان میرسانم و ایدام در پایین خاخرش که برایشان تبریکی بیدیم. تشکر. و واقعا ما وقتی که خب ما سن ما خورد نبود، صرف 10 و 11 مکتب بودیم، با استادیوم می رفتیم که همی نام صابر جان و آماچار جان دو جک مانده بودن کلگی که واقعا چی با هم بسته بودن این دو نفر. استاد صابر برای سلام تقدیم میکنیم، امیدوار هستیم که به ما تماس بگیرین که در یکی از برنامه ها با ما باشین. واقعا هموطنان ما دوست دارن که استاد صابر رو باید ببینن. بازم خواهر ما نزیه جان میگن که شکر که صحت هستین. دیگه برتان میبینیم زبی جان عبادی، سلام از طرف زبی جان عبادی برای استاد علی جوادی، بشی جان احمدی هم دیگه. دخترکتان میگه بازم تشکر، زنده و سلامت باشین. برادر کاکا جان میگه دیگه، من نمیفهم دیگه باشین شما را میگه. خو زنده و تشکر. من واقعا شمامو جان گفتن واقعا افتخار افغانستان است. این دفعه با شمامو جان در یک جمله نشته کده سلام پیشتر سیده نشته گرم آمده گرم آمده. دوست عزیز ما آقای حکیم ناظم سلام تقدیم کردن برای شما و اینا تبریک گفتن. نه با شما مو جان پس نشته کردن فرید جان سلام تکرار شاید بله چون 3 دقیقه است. بله فرید جان صدیقی خیلی سلام گفتن و استاد داوود جلالیان برای فرید جان صدیقی سلام گفتن. رجبی شیما برای شما سلام گفتن. خب چون اسپلینگ کسایی که در جرمنی است اسپلینگ نام فرق میکنه از اون خاطر چی داره. تشکر. بارک الکوزی برای شما سلام گفتن و با وجود تمام نظم دسپلین گفته که چی بود شما کپ قرمان گفتین. افتخار ورزش کشور ما در بخش بانوان دکتر سی فاطمه صافی هم برای شما سلام تقدیم کردن و احترامات تقدیم کردن. سلام خاص خدا برای دکتر سی تقدیم میکنم. انشاءالله که جور سعادتمند باشم. خیلی ممنون. ای که اگر پیام بعض از دوستا باقی ماندند بینداگرامی معذرت میخواییم برای ازی که من هم باید صحبت کنم هم پالیده برم که کدام پیام خواندیم کدام پیام نخواندیم. همون گفه استاد داوود جلالی راست است که گفت با دو تا نابینا ما یک جایی شدیم. برحال هدف بیندای گرامی هینمی است که ما با برنامه های ورزشی که داریم ما گذشته ها را خواستیم برای شما زنده بسازیم و این امروز امید تماس فریجان صدیقی برای من
یعنی یک دنیای دیگه بود. برای از اینکه من زاده شاه شهید هستم، در شاه شهید کلان شدیم، البته دوره ابتدایه را، و تمام او متقه و هم خاطرات هم ورزشکارا و همه گیره برای من دست ساختم، و مسجدک که داشتیم، کوچه که داشتیم و دوستایی که بودن. یعنی اگه برای من قزنده شدن، من یقین دارم که می صدها هموطن ما که امروز برنامه را چه از طریق تلویزیون و چه از طریق فیسبوک دن، هر کدام از این هر صحبت شما عطای عزیز یک خاطره است برای مردم، یک اینمی خاطره هاست که پس ما ردقر انرژی میته. اما من سپاس میکنم از شما، تشکر میکنم از داود جان جلالی که زمین ساز این پروگرام شد. اما حرف اول را باید میفتیم داخل آمد یاد ما که ما امروز دو مصاحبه داشتیم. مصاحبه اول ما با دوست گرامی و مشترک ما، شما که شما چندین بار به بسیار نیکی نامشان یاد کردین، مصاحبه اول ما قرار بود با فریدجان مرغی باشن که اونا را تماس گرفتیم، امروز پاسخ ندادن، که از شما ساعت 2 بجه وقت تورنتو بود، از اونا ساعت 12 بجه بود، که امیدوار هستیم در برنامه هفته آینده بتانیم که صحبت های فیجان مولوی بشیم. اما ورزشکاران جوان ما، فوتبالرای جوان ما، تو فکر نکنه که ما اونا رو در گوشه یک یک تاقچه بلند موندیم، نه ما میخواییم که با صحبت با بزرگا پیش کسبت های ورزش کشور حداقل خاطره ها رو زنده بسازیم، و در اون خاطره ها صفا بود، صمیمیت بود، پیشتر آقای عطایی گفتن محبت بود، یک رنگی بود، یک دلی بود، مهر بود و یک انگیزه بود. اگر ما به خاطر تیم ملی اگر یک نفر داخل میدان میشد، او دیگه فراموش میکرد که اکس است یا وای، او به نام وطن خود توپ میزد و به نام در تلاش ازی بود که افتخار برای وطن کمایی کنه. آقای عطایی، من بسیار خوشحال شدم از اینکه با ما بودین. اگر در پایان شما فکر میکنید که کدام خاطره جالبی بوده باشه که باید شما میگفتین، یا کدام سوالی را که خود شما میخواستین که من شما میپرسیدم که نتونستم بپرسم، مهربانی کنین. خب من کدام گفتنی خاص ندارم نصیر جان، خیلی ممنون، بسیار تشکر ای که دوستا و عزیزایی که سالیان متمادی از هم دیگر دور بودیم، امروز که از جمله مثلا فریدجان صدیقی را بسیار دیر بود آوازش شنیدیم و دوستای دیگه که از طریق فیسبوک کامنت دادن، یک جهان تشکر میکنم از تک تک از عزیزا و همچنان از خود شما. من یک چیز فراموش نشد که زبیجان عبادی، اونا هم یک کامنت داده بودن، خسرو بریم از جرمنی است، تشکری میکنم از ایشان، سلام های خدا خدمت خودش فامیلشان تقدیم میکنم. دیگه تو کدام گفتنی خاص نمانده، من بازم تشکری خاص میکنم از چینل تلویزیون شما که واقعا چهره های ورزشی که هر کدامشان چیزهایی برای گفتن داشتن و دارن، شما چی کردین او را به صفحه تلویزیون کشیدین و معرفتشان با جوانهایی که آشنایی قبلی نداشتن، این خودش یکی از افتخارات بسیار بزرگ. شاید امروز مرا بسیاری عزیزایی که در عمرشان اولین دفعه با چهره ما آشنا شده باشند دیدن، نمی برای من بسیار جای افتخار است که از طریق شما و همکاری شما من به معرفی گرفته شدم. دیگر تو کدام کار خاص نمانده که نشده باشه. بسیار تشکر، لطف کردید، مهربانی جهان سپاس. خواهش میکنم. باشه که گفته نجیب جان عبادی خسرو بری شما میشن؟ بله در میکنم. یعنی اینال خود نجیب جان عبادی دا آخر نمیمانه که ما خدا فیزیک کنیم یک سوالی کرد. نجیب جان گفتن که جان سلام، افتخار فامیل ما هستین، نمیدانم از فوتبالیست های سابق، البته چیزی که وانش نکردن من میخوانم، از فوتبالیست های سابق هاشم جان معروف به پوکانه، اما چا جان بچه آجی گندمک، اسد جان، میم مچم چیمانا، سید گوارچا، سید علی جان، به خاطر شما چیز باقی مانده اگه مانده قصه کنین. بله از هاشم جان، خب اونا خود تخلص نگفتن، من چون از بزرگای فوتبال هستن هاشم جان پوکانه کدا بگن بابا گفته از اونا. بله هاشم جان واقعا اینا هم از جمله فوتبالرهای بسیار خوبی بودن، دیگه سعید گوهر و سعید علی آقا خدا مغفرتش کنه اونا فوت کردن، و دیگه بازیکنایی بودن که هم دوره مولوی سبینا بودن،
اما چا جان بچه ها جی گندمک عجب نام های انتخاب میکردن خویی نسیل جان در اون واده بسیار این همه تو لقب ها مثلا تنها در فوتبال نبودن یعنی مصاحبه که من یک چند وقت پیشتر درست پیشتر بود یا یک روز پیشتر داوود جان امرای فراجان در شفاخانه که چی داشتن دیروز بود همین گفت ها یاد شد که مثلا فلانی سیاه و این چطورک هایی و هر کدام یک لقب داشتن راستی این گفت ها بود در اون وادم ولی در فضای صمیمیت مثلا یک لقب که یک دوست خودم میدادن او اطور کینه نمیگرفت برالویز کینه نمیگرفت وقتی که اون لقبش یاد میکردی خوش آم میشد مثلا ما یک سای منصب داشتیم غفور جان در اکادمی سارندوی که خودش ولی والر هم بود باز او بنا به غفور کمخور مشهور بود همی چون زیاد اشکیای خوب داشت بسیار پرخور بود و بخاطر با اون غفور کمخور میگفتیم هر وقتی که یاد میکردیم او خودش خنده میکرد میگفت یک نام سر من ماندیم که بخی نام جالب است دیگر اینمی بعض القابا و یاد مواده بود بین ورزشکارا که کسیشون کرکتر یک آدم دیده یک القابا سرش میماندن و کسی و طرز سخن گفتنش رو کسی و چهره هایشان رو این گفا بودن مسافت باشه خیلی که من برای شما یک قصه کنم منطقه من نام نمیگیرم خب من پیشتر سر ما و شما یک نفر پرزه رفت دیگه کسی دیگه پرزه نمیگه غیر داوود جلالی خیر باشه خیر باشه داوود جلالی گفت که دابادتان نابیناها یک جا شدیم نه یادتان است حالا شما برای 10 ثانیه سکوت کنین این عکس را سیر کنین بعد از اون با شما گپتانه بزنین ببینید این عکس را شما چرا گرفتین حالا در این عکس شما اینک ندارین داوود تا اینک داره اینک کنه چیز را دیگه نصفی شما خوب شد نه که ما گپ ما مستند است مستند گپ میدونیم صحیح من پیشتر هم گفتم که اگه ما این نکای من بکشم من باز هم میبینم ولی اون خوب است دیگه که بیخی مستند خودش دیگه اون یک سال خودش انداخته من میفهم یک سال خودش انداخته دیگه بگو که اول این یک سال میدیدی باز یک پر میزیدی نه خواهی سب دیروز پشکاری کردن نه همی وقتی کرونا وقتی کرونا یکان زرد چی داره آدم خب ما پشت سوال دیگه داشتم من نمیفهم چی بود سوال من ولی برحال صحبت ها شیرین تر شده میره بیندای گرامی من ببینم که وطنان ما اگه پیام دیگه نگذاشته باشن قصه گفتم براتون میکنم ما یک روز در تورنتو در سال 1988 بود نشسته بودیم 89 بود بخیم 88 یک دوست ما از هند آمد خط آورد کتی خود خط آورده بود تقریبا 7-8 خط بود اینا تصادفی به اکثریت دوستام رو در اتاق ما بودن کتی مجردی بود خوی آمد ای پاکت های خط که داد مثلا داد که آقای عطایی این خط از شما مثلا خط دیگر داد که نصیر خالدی است تو این خط دیگر داد که وای جانی است تو همین خط آخر پت کرد گفت والا بیادر من جرات ندارم من میره بخانم اما یک دوست مادم و کنجک شیسته بود گفت اگه همون در پوشش نشست که برای موش همون مستم گفت گفت من را در این تخلص برای مادر که اکس موش گفت اگه همون را هستم گفت والا بدارم این خط از خودت هست اینه دیگه یک تعداد با اونم نامه مشهور شدن تا که باشن واقعا امروز برنامه بسیار جالب بود داوود جان نال پیاما را بخوان که خودت هم زیر بمباردمان قرار گرفتی نه اونجا یک همشهره ما نشته که واکسین اعراض جانبی داره از یاد بگی داره بله خود شروع کردی ختمش نما کردیم داوود جان
بر حال استاد صمیم هم در آخر نشان کردن که تشکر از برنامه زیبایتان، واقعا جالب بود، خاطرات تازه ساختین. عطا جان امین نشان کردن بسیار لذت بخش و در پناه خداوند باشد. عطا جان اگر هستی با ما، اگر امکانات داری یک دو دقیقه زنگ بزن به تلفن یا به واتساپ که ادقل امین صدای خودتان بشن که یک سلام با خودتان داشته باشیم، اگر وقت داری عطا جان. اگر ندارین میتونی از این مسنجر هم زنگ بزنین، ما میتونیم بگیریم. دیگه واقعا برنامه خوبی بود، خوش گذشت. شیوه کار ما خواهی نمی قسمت آیه عطایی که ما خودمانی صحبت میکنیم، بخش تشریفاتی نداریم که یک داستان نشته کنن که از کجا بودین، در کجا تولد شدین، که چی خوردین. بشکی ما فقط از همون لابلا چی میکنیم، لابلای صحبت ها بسیار خوب، بسیار جالب. آقای داو جلالیش نکرده که خدا خیلی کن، هنوز واکسین دومی باقی مانده. واکسین دومی رو کنید که تا این اکمی پیشی بکنید. خب بینده گرامی، ما امیدوار هستم که برنامه امروز مورد پسند شما قرار گرفته باشه. علی اسکر عزیز تشکر، ما هم خوشحال هستیم که شما رو با خود داریم. سلام عطای عزیز. بله بله، میشنوی صدای ما را؟ آقای امین ما شما را برای خط دارم، اگر شما صدای ما را میشنوین. خب من فکر میکنم بله. بسیار تشکر، من نمی‌فهم صدای ما رو شما دارین. آن نام خدا گفتی هم سابقای کابل توپ چاش داره، نام خدا صدا بلند است. خب بسیار خوب شد، تشکر از اینکه این فرصت رو برای ما مساعد ساختین. تشکر، شکر که من شما رو ساعت می‌بینم و علی جواد جان رو ساعت می‌بینم و خندان و خوش ماشاءالله. و تشکر که تو زمینه رو مساعد می‌سازین و ورزشکارهایی که همیشه از دل جان زحمت کشیدن چانس پیدا میکنن که خاطرات بسیار ارزشمند خود بیان میکنن. بسیار خوش شدم از این مصاحبه، بسیار تشکر. کجا هستن فعلا؟ والا هنوز من در دبی هستم، امروز باید به قطر میرفتم، میدان رفتیم باز اونجا گفتن باید یک ویزه داشته باشین برای قطر، قبلا تو رکسید نبود اونجا، باید که قطر می رفتین باز دوم خود میدان برادم ویزا می داد، باز از اون سفر موندون دیگه. منتظر سبا هستم که باز من اینجا رسمیات شروع می شه و باز من بتانم امیر درست کنم، باز قطر می ریم و باز بخیر به تاریخ 23 پس من میرم در طرف امریکا. بخیر خوی نه بخیر دیگه که باز رسید نوبت به ما می رسه. نه ما همیشه در خدمت تان هستم، نتر نیست که من تا امی فعلا حواس من سردمی موضوعی که سردست دارم جاتر است که امی خانم شجاعی که خانم مرحوم محمد علی امرای من هست باستی یک بی بی هست که من بسیار برش آقای احترام قائل هستم. دیگر این زمی یک استفاده خوب شد و نفع ارزش کشور با امی ارزش هایی را که آمده موسال 2013 اینا زحمت کشیدن علی جان سگت بیشتر آقای کارگر کلگی آقای لالی کلشان زحمت کشیدن فرید جان مولوی کلشان راستی اونمو وقت من دمی فکر شدم اونمو یکی یک موتر آدم میتا و یکی یک چپان آدم میتا یکی یک اپارتمان بازمی ارزشا پیروزی از بین میره، باید همونطور یک استادیوم به افتخار از اینا درست شود که من اونم رو شب و روز زحمت کشیدم و تا امروز هم دیگه باز من رو نماندم، راه های مختلف رفتم، چلنج های مختلف هم تجربه کردم، اما باز هم عقیده و رسم رو عزم راسخ خدا نگاه کردم و امروز فضل خدا میبینم که آیست آیسته نتیجه میده و تصادفی دیروز ما در اینجا دانستم که توسط دوستای عزیزی که دارم یک دو تا از شیخ های دبی هم دعوت کردن در قصرهای خود، بسیار مرا
خوشتاب و همی موضوعی که خاطر گمی گدایی دیگه نشه و همی تمام همی ارزش هایی که افغانستان داره همی مخصوصا همی لاجورد گفتم که به مقابل همی کنکشن مردم به مردم و همی هر کسی که یک دانه از لاجورد داره بگیره به عوضش به خاطر اعمار از استادیوم همی هر دو شیخی که هستن یکیش از شارجه بود یکیش دیمی خود دوبای فوق العاده خوش شدن گفتن که ما این همکاری را میکنیم بر شما دیگه اینی قطر همون امید یک نفر دیگه از اینا را ما اونجا انشاءالله فرصت پیدا شده که ما بتانیم بریم برم ببینم دیگه اینه میرخم خالد جان زحمت میکشیم خدا کنه که کلگی دوستای دیگه هم افغان هم میره حمایت کنن یک دانه از این لاجوردها را بگیرن فرق نمیکنه یک اینوستمنت ابدی برای نسل های آینده است و یک توکن می باشه که برای هر کس میتونه که دلچسب باشه که اینمی یک دانه لاجورده که گرفتن و نتانسته نمیتونه یک استادیوم به افتخار آباد شود انشاءالله انشاءالله در برگشت انشاءالله بازی صحبت ها را ادامه میتیم برای شما من صحت خوب آرزو میکنم امرا با موفقیت های بسیار بیشتر و به نمایندگی از ما به نمایندگی از آقای عطایی به نمایندگی از تمام مردم و بیننده های ما از این خانم شجاع از این خانم دلیر از این خانمی که به اصطلاح میراث یک اسطوره ورزش جهان است از طرف ما تشکری کنین انشاءالله که بخیر و بسلامت پس دوباره به مقصد برسین تشکر تشکر زنده باش خدا حافظ شما سلامت ممنون از اینکه بودین خب اینا یک تیر دو فاخته شد آقای امین هم صحبت هاش شنیدیم واقعا تلاش زیاد میکنن واقعا زحمت میکشن امیدوارم که روز زحمت چون نتیجه بده یک ساعت و 45 دقیقه ما و شما صحبت کردیم من سه دفعه آب خوردم مگم شما تا یک گلاس یک شب آب هم نخوردیم نباش که دو جان بخوام اگه مارز پیر نشدیم یعنی ما در جمله روانده ها شدیم نه عطای عزیز جهان سپاس یک دنیا تشکر از این که دعوت ما را پذیرفتین با ما آمدین وقت خوش گذشت من یقین دارم که مقا که ما خنده کردیم بیننده های ما هم با ما خندیدن و حداقل با وجوده که من ملازم میگم برای بیننده های گرامی این حال و احوال خنده من نداشتم برای اینکه ما مریض داریم فعلا و شب و روز ما در فکر عزیزیم که برای مریض خود دعا میکنیم ولی بخاطر از اینکه ما لبخند بر لبای بیننده های خود جاری بسازیم میتونیم که ما چند لحظه خود فراموش کنیم و بیننده های خود شاد داشته باشیم دعا میکنیم بیننده گرامی برای تمام مریض ها که شفای بخیر پیدا کنن بخصوص برای نوری چشم عزیزم نوری جان کامران که خداوند بخیر با صحت به خانه و جا و زندگیش برسونه تشکر سپاس که با ما بودین انشاءالله در برنامه بعدی هم از تجاربتان استفاده خواهد کردیم و در هر کجایی که هستین جور و صحتمند و تندرست و موفق و کامگار باشین انشالله بسیار تشکر نسل جان خیلی ممنون جای داره که یک مرتبه دیگه هم از شما و از همکارهای تکنیکی شما یک تشکری خاص بکنیم که یاد از پیش قسمت ها میکنین و به گفته خود شما که جوان ها را فراموش نمیکنیم وقتی برای زنان باشد تشویق میشن دیگر برنامه شما برنامه فوق العاده زیباست برنامه که واقعا خودمانی که میگین واقعا خودمانی است تشریفاتی نیست اینمی خود از یک لذت و یک کیفیت خاصی داره آدم ساعت ها اگر من هم یاد همراه شما بشینم اونم بود که گفتید که اونم بکنی اگر من ده ساعت هم گفت بزنم اصلا هم فرصت و خودن برای من پیدا نمیشه قدر من لذت بردم واقعا اینمی چند دقیقه که همراه شما بودیم یک ساعت و 45 دقیقه که شما سپری کردیم یک وقت فراموش من نمیشه یک گفتگو و صحبت خودمانیه که من امیدوار هستم کسایی که لایو ما را دیدن خسته نشده باشن اگر چیز کمی و کاستی و وضعی گفایی تا و بلا پیت دو جا نگوان مزاق کردیم دوست دیدینه ماست نه وقتی قطع گفتیم برش مزاق نکردیم مقصد آه تنها نیستی نسیر جان اگر کدام هم تحلیل کرد فقط بازم آمون کردیم
انشاءالله. جهان سپاس، خوشحال هستم که بام بودیم. خوربان شما، روزگار با کام شما. خوربان شما، خدا نگهدار. خدا حافظ شما. خدا حافظ.